بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، امیدوارم که لحظاتی رو هم که با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز دوشنبه 16 ماه می 2016 میلادی است و برابر با 27 اردیبهشت ماه 1395. امروز ساعت 3 بعد از ظهر وقت واشنگتن و نیویورک، ساعت 12 ظهر به وقت کالیفرنیا و 9 شب به وقت فرانسه با خانم دکتر بهیه جیلانی هستیم. ایشون اون روز در ترافیک پاریس به اصطلاح مونده بودن و نتونستن به موقع برسن و به این صورت از شما دوستان عذرخواهی کردن و گفتن که دوشنبه حتما با شما خواهند بود. ممنونم از دوستی که در ایرانیش تیوی گفته برنامه ایشون رو ساعت 3 بعد از ظهر به صورت زنده رله می کنن و امیدواریم که برنامه های تلویزیون مردم رو همیشه رله کنن تا دیگران هم ببینن. و اما ونزوئلا در آستانه انفجار اجتماعی قرار گرفته است. 3 ماه وضعیت اضطراری، ارتش هم گفته که ما اجازه نمیدیم که به اصطلاح خارجی ها با پخش خبرهای کذب کشور ما رو به هم بریزن. میدونید که ونزوئلا یکی از چی بگم غنی ترین از لحاظ نفت هست و حتی آمریکا هم گاهی وقتی از اونها مثل صدقه دونیشن نفت و اینها قبول میکنه برای مردم آمریکا و این واقعا جای خجالته برای آمریکا که اینجوری پول و ثروت داره، بعد بعضی از شهروندانش مجبور باشن که نفت و سوخت برای زمستان از ونزوئلا یا کشورهای دیگه گدایی کنن. ما همیشه گفتیم که مردم تیوی از مردم، با مردم و برای مردم هست. مثالهای مختلفی هم زدیم، گفتیم که مردم تیوی این دستگاه یه ماشینیه که بنده با پول خودم، با پسنداز خودم خریدم و راه انداختم. این ماشین احتیاج به یه راننده داره، باز مجانی من وایستادم اینجا رانندگی میکنم. ولی شما دوستان که هر کدومتونم هر روز مایلید از این ماشین استفاده کنید و به مقصد برسید، انصاف داشته باشید و هزینه سوختش رو پرداخت کنید. برای یکی از دوستان نوشتم این به نظر شما توقع زیادیه، ایشون نوشت نه کاملا منصفانه است. البته گله میکنم از همین دوستمون، با وجودی که میگن کاملا منصفانه است، ولی همین هم که با شور و هیجان میان میخوان برنامه داشته باشن، تا گفتی که پول سوختش رو بده، حالا بنزین چی میگن چایی و نمیدونم نهار و اینا نمیخوایم در راه، ولی من که میخوام شما رو برسونم اولا پول سوخت ماشین رو بده که من برگردم به خونم کنار جاده نمونم، میگن حالا ما باید دربارش فکر کنیم بهتون خبر بدیم. یا در رابطه با آقای مصطفی زاده، دوستانشون گفته بودن که میخوان برنامه داشت باشن، آقای مصطفی زاده هم گفته بود به اینا که این خیلی ساده است اینجا اینجوری اینها، با وجود برای اون دوستان گفته بودن که ما 1-2-3 ماه باید در موردش فکر کنیم. بعد آقای مصطفی زاده برای من نوشته بود که آقا از این دوستان هم خبری نشد. گفتم خب قربان، اگه آخونده هم میخواستن مثل اینها عمل کنن که هنوز در کربلا و نجف و در پاریس زیر درخت سیب نشسته بودن، اونها تصمیم گرفتن و اجرا کردن، این دوستان منتظرن هر روز از امروز به فردا. و اما آقای احمد علی مسعود انصاری معرف حضورتون هست، ایشون یکی از اقوام یا فامیل خانم فرح دیباست و به همین وسیله وارد کاخ شده و با شاه صحبتهایی کرده، بعد از شاه مشاور آقای رضا پهلوی بوده. متاسفانه بعضی از دوستان هم میگن آقا این آقا دروغ میگه، اصلا مشاور چیه؟ ایشون رضا پهلوی هم تو زندگیش ندیده و اینها. و آقای
احمدعلی مسعود انصاری گهگاه مجبور میشه که بیاد و توضیح بده. اتفاقا قرار بود بعد از عید برنامه ای داشته باشن، ولی خب ایشون هم نوه داره و یه مقداری گرفتاره. من حالا دیگه میفهمم وقتی نوه داشته باشی دیگه اصلا مال خودت نیستی. و در هر صورت اجازه بدیم که من کتاب خیلی یه جزوه خیلی کوچولویی رو ایشون تهیه کرده، یعنی 12 صفحه، و هر کدوم از شما بخواین این رو میتونم من براتون ارسال کنم. به این نام هست، نوشتن که پیدا و پنهان، رضا پهلوی. متاسفانه چون این به صورت کتاب هست و از کتابم بزرگتر به صورت این کاغذای چاپ و پولکوپی هست، وقتی تو تلویزیون میخوان نشون بدیم به این صورت میبینیم. حالا یا میخوان من نصفش اون قسمت بالاش و پایینش اینجوری دوبار نشون بدم که بزرگتر دیده بشه شما ببینید. و ایشون نوشته که به نام خداوند بخشنده مهربان، با توکل به خداوند، به خداوند انشالله. بعد این پایین، آره مشکل این اینجوری حالا اینه که وقتی میزنی میره تعمیر دو قسمت تا صفحه دوم. عکسای از خودشون و آقای رضا پهلوی و تیمسار عیادی و باز خودش و رضا پهلوی، باز خودش و رضا پهلوی، باز خانواده احمدعلی انصاری و رضا پهلوی، فرای پهلوی، همسر رضا پهلوی، یاسمین، بله درست میگم یاسمین. و این هم برای اونایی که شک کرده بودن که این آقای احمدعلی انصاری راست میگه یا دروغ. من سال هاست که ایشون رو میشناسم، تا امروز حرف دروغ از ایشون نشنیدم. شما اگه شنیدید بیاین بگید که یه روز روز بوده ایشون گفته شبه، یه نمیدونم نمک سفید بوده ایشون گفته سیاست، بیاین خودتون نشون بدید، اسمتون رو بگید، بگید این دروغ رو گفته. اون وقت مردم قضاوت میکنن، انصاری رو میشناسن، شما رو هم میشناسن، میبینن میفهمن کی دروغ میگه. اینجا هم عکس آقای شهبازی، یادش بخیر، من چندین برنامه هم با حیدرعلی شهبازی داشتم. حیدرعلی شهبازی کسی بود که در روزهای آخرش زندگی شاه هم باهاش بود و خودش تعریف ها میکرد که چجوری به اصطلاح خبرها رو به شاه میرسونده اونجا و اینها و چه حال و روزی داشته شاه. زمنان اینم آقای رضا پهلوی، اینم آقای احمدعلی، اسما رو هم نوشته، احمدعلی مسعود انصاری، آقای شهبازی، رضا پهلوی، مسعود معاون، کارملو لیشو و آقای بنایی. در هر صورت این کتاب رو اگه خواستید بهتون گفتم که میتونم براتون بفرستم، یا اگر با فیسبوک خود آقای انصاری در تماس باشید ایشون هم میتونه این کار رو انجام بده و براتون ارسال کنه. و اما ما اینجا که نشستیم خیلی خوشحالم که همین اول برنامه گفتم تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم، تا دوستان سوال نکنن ای آقا چرا این آقا یا اون خانم میخواد از تلویزیون شما بر علیه من استفاده کنه. میگم آقا جون برای که شما آمدی تو این تلویزیون بر علیه همه برنامه گذاشتی. حالا ایشون میگه که آقا این آقا اینجوری هم که میگه آدم پاک و صادقی نیست و امروز برای من یه ایمیلی یه نفر فرستاده بود، نه ایمیل نفرستاده بود، با اسکایپ فرستاده بود، با اسکایپ فرستاده بود که آقا این اگه میشه این خبر رو نشون بدید و در برنامه‌تون اگر نشون بدید و بخونید من 100 یورو پرداخت میکنم، اگرم روی یوتیوب بذارید و روی فیسبوکتون بذارید که منم بتونم بعداً لینک رو داشته باشم و استفاده کنم 100 یورو هم برای اون کار میدم. گفتم که ببین آقا من اول باید اینو بخونم با شما تماس بگیرم. خوندم دیدم این ماجرای یک پسر 18 ساله‌ای بوده توی کانادا که توی مواد مخدر به اصطلاح درگیر میشه که نه، یعنی خودش وارد میشه، بعد پلیس دستگیرش میکنه و اینها. و اولین بار چون 18 سالش بوده دادستان میگه که ایشون با 4 سال یا 4.5 سال بره زندان. وکیل مدافع میگه نه این بار اولش هست و هیچ وقت جرمی چیزی نداشته، بهش بدید 2.5 سال. خلاصه با نمیدونم با قانون کانادا ایشون رو گویا با ودیعه میگن دیگه یا هرچی آزاد میکنن. درصد ایشون باز میره سراغ مواد مخدر رو، نه فقط به صورت معمولی که بخره برای خودش بکشه، حتی نوشته
رین دیلری هم چیزی، یعنی مسئول پخش بوده. خلاصه دوباره میگیرنش اینها و بهش زندانی میدن و حتی نوشتن که 150 و چند روز که در زندان بوده اون روزها رو هم برای زندانش حساب میکنن. تا اینجا شما داشته باشید. اولا من این فامیلی ایشون رو نمیدونستم که چه ربطی داره با یکی از دوستان ما. گفتم به طرف اینو برای من برای چی فرستادی؟ این در رابطه با کیه؟ گفت ای بابا این آقای فلانی که فامیلیشو عوض کرده اصلش به خاطر این ماجرا بوده که از سال 2010 که این پسرش اینجوری اسیر شده و دستگیر شده و اینها، این دیده که با اون فامیل به اصطلاح شناخته میشه این کار کرده و اینا. من بهش گفتم بذار برات یه چی بگم، چون من خودم بچه دارم، دو تا بچه بزرگ کردم. خود ما یه دفعه که نشد 60 سالمون، بچه بودیم، جوان بودیم، تینیجر بودیم. هر کسی در زندگیش اشتباه میکنه و اگر کسی اشتباه کرده و رفته جریمه اشتباهش هم پس داده، شاید این آقا الان یکی از اونایی باشه که برای دیگران مثمر ثمر باشه و تازه به اونا بگه که درگیر نشید با مواد مخدر و حالا هم دیگه تصمیم گرفته باشه بره زندگیشو انجام بده، ازدواج کنه، خانواده تشکیل بده و یه آدم موفقی باشه. چرا من با این کارم این کارو بکنم؟ وقتی که من فهمیدم این فامیلی با اون فامیلی در رابطه است، برای اون طرف فرستادم، نوشتم که اینو برای من فرستادم. این آقا چون یک کمی عجول هست و یک کمی میگن که ضرب المثل آمریکایی میگه که گاوباز رو شما میتونید از مزرعه بیارید به شهر، ولی مزرعه رو از کلش نمیتونید بکنید بیرون. و این هم همینجوره، این از ایران اومده اینجا ولی هنوز فکر میکنه اینجا ایرانه، اینو اونو تهدید میکنه و همیشه هم فکر میکنه بیشتر از همه میفهمه، همه احمق هستن و متاسفانه همیشه تو دردسر زندگیش، زندگی خوب راحتی نیست. و حتی برای من اون طرف نوشته بود که آقا این اینجوریه، اینجوری که شما میگی نیست و این زنش و دخترش هم ولش کردن رفتن ایران. گفتم آقا به من چه، اون ماجرا ماجرای خودشونه و من فکر نمیکنم کسی که اینجا اینجوریه و داره به اصطلاح برای برخلاف ایران فعالیت میکنه زنش و دخترش رفته باشن. گفت در هر صورت اگه خواستی من بیشتر. گفتم نه ولش کن. وقتی ما با این آقا تماس گرفتیم، این آقا به جایی که اول خیلی قشنگ بگه بله ایشون پسر من بوده، جوان بوده، مثل همه اشتباه کرده، شما هم کار خوبی کردید که مثل یک آدم ایرانی، مثل یک عمو به طرف گفتید که آقا من همچین کاری نمی کنم و این جوان جریمه‌اش رو داده، برداشته برای من می‌نویسه که اولا که من این شخص رو نمی‌شناسم، هیچ رابطه‌ای هم باهاش ندارم، ولی اگه شما این خبر رو پخش کنید این شخص میاد دنبال شما. میخوام بهتون بگم که اینا هنوز اون مزرعه و گاو بازی تو کلشونه. آخه مرد عزیز، خبری رو که روزنامه های کانادا چاپ کردن، من لینکشو خبر رو نشون میدم، کی میتونه بیاد منو سو کنه؟ شما این همه به همه تهمت میزنی، توهین میکنی، تهدید میکنی، برای خودت یل یل داری میگردی، ولی خوشحالم که شباب گفته خودت میگی با چشم باز میخوابم، اسلحه با دستم باشه، یه سگ نمیدونم رفتم گرفتم که دوست و دشمن رو تشخیص بده. اگه اون سگه بیشتر از شما بفهمه دوست و دشمن رو تشخیص بده، خب خیلی خوشحالم، چون شما نفهمیدی در زندگی. شما رفتی با حتی فامیل بزرگان ایران ازدواج کردی، فکر کردی خیلی زرنگیه، بعد دیدی که نه آقا اونا پدرت هم به اصطلاح میسوزونن ولی پول به شما نمیدن، ول کردی، اون یه طلاق، دوباره یه طلاق. بعد به من نصیحت میکنی، میگی شما آقا این تلویزیون رو ول کن، برو دنبال کار و زندگی خودت. گفتم ببین ممنونم از اینکه مجانی نصیحت میکنی، ولی اگه قرار باشه یه کسی نصیحت کنه اون منم. چون یه دفعه یه جایی بودیم، طرف گفت که آقا این فلانی میبینی تا حالا 4 تا زن گرفته و 6 تا طلاق داده و اینها، الانم برای خودش داره یل میگرده و باید ببینیم این سرش چیه. گفتم این آدم ناموفقیه، سری نداره. شما اگه میخوای سر یا راز خوشبختی رو پیدا کنی بیا پهلو من. بنده 41 سال همسرم رو میشناسم، 37 سال ازدواج کردیم، پسرم 36 سالشه، دخترم 31 سالشه و خوش و خورم، الان هم که یک نوه گیرمون اومده الحمدلله، شادی زندگیمون چند برابر شده. این راز خوشبختیه یا اون هرچی به شما بگی شما میتونی استفاده کنی،
با یه منطق، ادب از که آموختی؟ از بی ادبا. حالا به این طرف گفتم که ببین، من نمیخواستم این خبر رو پخش کنم، ولی الان که شما اینجوری تهدید میکنی، من این خبر رو پخش میکنم. اون آقای جوونم که نمیتونه منو سو کنه، ولی اگر تماس گرفت گفت عمو سوربی، من فکر کردم شما عموی بچهای ایرانی هستی و این کارو نمیکنی، گله کرد، بهش میگم که ببین من نمیخواستم این کارو کنم، بابای شما با حماقتش با قد بازیش این کارو کرد. خب ما یه دوستی داریم اینجا، آقای کامران عطابکی، همه میشناسنش، اصلا ورودش به صحنه تلویزیون های ایرانی اینجوری شروع شد. پسر ایشون یه جوان 17 ساله‌ای بود، یه دعوایی کرد، حالا متاسفانه خوشبختانه نمیدونم تقصیر کی بوده فلان و بیسار اینا، اون طرف مقابل اون پسری رو که زده بود گویا اون بچه یه قاضی بوده. بله درست، تو آمریکا فکر میکنیم که اونی که باباش قاضیه هیچ فرقی نداره و همه در برابر فرشته عدالت یکی هستن اینا، نه خیر همچین هم نیست، پارتی بازی، اسم، فامیل خیلی مهمه. حتی در هر صورت این بنده خدا رو انداختن زندان. من شنیدم که اصلا آقای عطابکی به این خاطر اومد تو تلویزیون که از مردم کمک بگیره، پول بگیره، خرج وکیل و اینها، بعد دیگه خودش درگیر تلویزیون شد و اینها. ولی باز شنیدم که آقای عطابکی با کارهایی که کرده هی به دادگاه میخواسته بگه آقا مثلا این چون بچه قاضیه این کار کردن اون کار، هی بدتر کرده و این پسر رو به جایی که مثلا زندان نزدیک باشه فرستادن زندان یه جایی که این دو هفته سه هفته هم نتونه بره ببینه. در اصل من نصیحتم به این دوستمون اینه که آقا اولا فوری جواب نده، 10 دقیقه، ربع ساعت، نیم ساعت فکر کن. آمریکایی‌ها تصمیم مهم که میخوان بگیرن میگن I have to sleep on it، یعنی نه که بره روش بخوابه، منظورش اینه که باید یه روز بگذره در موردش فکر کنه. و حقیقتش الان فکر میکنم که من چرا باید قید 200 یورو رو بزنم و یه خبری رو که تو روزنامه ها نوشته از سال 2010-2011 نشون ندم. اگر نشون ندم این آقا فکر میکنه چون منو تهدید کرده ترسیدم نشون ندم. تا جمعه در این مورد فکر میکنم، جمعه به شما این خبر رو نشون میدم. دلیلش هم اینه که ما جمعه بیشترین بیننده رو داریم. در هر صورت امیدوارم این پسر جوان برعکس پدرش، یعنی اگر تا اون موقع اونم یاقی بوده، فکر کرده باباش یه کسی هست و من میتونم بزنم و بکشم و قاچاق کنم، هیچ که منو نگیره، من از همه زرنگترم، حالا که رفته زندان فکر کنه که نه بابا، بابای من اشتباه کرد، منم اشتباه کردم و حالا من تصمیم میگیرم که انسان شریفی باشم و آدم باشم. زرنگ بودن چه آسون، یا زرنگ شدن چه آسون، کلا سر این گذاشتن سر اون گذاشتن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. خب و اما یه دوستی یه پیامی گذاشته که در رابطه با تلویزیون رنگارنگ، من اینو بعدن پخش میکنم و در همین رابطه هم صحبت میکنم. و اما منوچهر عزیز، اون روز گفتیم که ایشون گفته که چهارشنبه اگه بشه با آقای سعیدی گفت و شنودی داشته باشن، و اگر آقای سعیدی برگشتی از مسافرت صدای منو میشنوی، شما یه تماسی بگیر، حتی اگه من نباشم هم پیام بذار بگو بله سوربی من حاضرم با آقای منوچه از ماساچوست گفت و شنودی داشته باشم دوستانه، یا بگو نه آقا من میخوام حرف خودم رو بزنم، منوچه خانم اگر حرفی داره ایشون هم حرف خودش رو بزنه و تا ببینیم چه باید کرد. در اصل منوچه خانم بعضی وقتا این از این دوستمون خواهش کنیم بیاد اینجا با اون دوستمون اینجوری خیلی مشکل میشه کار من، و من به همین خاطر هست که حتی با آقای خدابندلو پیشنهاد کردم از این چهارشنبه برنامه مستقل خودشون رو داشته باشن، یعنی یا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ما که میشه 7 شب آلمان، یا ساعت 10 شب 4 بعد از ظهر ایشون 45 دقیقه یه ساعت برنامه خودشو داشته باشه، بیاد حرفشو بزنه، ویدیو و یوتیوب و بایگانی خودشو داشته باشه، برنامه‌ش هم تا هفته آینده هر روز پخش بشه. و اما این هم از آقای سعیدی و منوچه و آقای یزدان پناه. ونزوئلا هم گفتم، خبری که پسر یکی از افرادی که میشناسیم در کانادا دستگیر شده
و اما بریم سراغ این پیام، من ببینم میتونم براتون این رو پیدا کنم. وقتی هم پیداش کنم به قول آمریکایی‌ها براتون پلی کنم. پلی کردن یعنی به اصطلاح پخشش کنم. ببینم این هست. آهان، شهلا خانم هم بعد از مدت‌ها لطف کرده پیام گذاشته. بذارید ببینم درست میگم. اولیش اینه. بفرمایید شهلا خانم. آقای سوربی نیارم مشین که تروشون شهره هستم، میخواستم با شما صحبت کنم، اگه بعدم زنده گشتیم بعدم به شما زنگ میزنم. قربون شما، دوست بر شما، خدا بزن. این کلمه قربون شما یکی از دروغای بزرگیه که ما ایرانی ها میگیم. قربون شما یعنی چی؟ من کی حاضرم قربون یه نفر برم؟ مگه من بره هستم که قربونی بشم؟ در اصل امیدوارم عوض کنیم اینا را یکی یکی به قول معروف و موفق باشیم. این همون چون نمیخوایم کلمه خداحافظی رو استفاده کنیم، خب بگید به امید دیدار اقلا دیگه قربون شما اینا بمانه. دوباره ایشون لطف کرده زنگ زده، این بار فکر کنم با اون شماره تلفن، و دیگه این بار مطمئن شدن که پیامگیر هست، چون این یکی پیام پخش میکنه با صدای خودم. بفرمایید شهلا خانم. شهلا خانم قبلا در تلویزیون یکی دو بار آمده بودن و از دوره شاه و خوبیای اون دوره برای ما گفته بودن و دفاع کرده بودن، ولی بعد یه دفعه ناپدید شدن. این دوستان اینجوریه، به یک قوره سردیشون میشه، به یک مویز گرمیشون میشه، میان آشتی میکنن، غر میکنن، میرن. بفرمایید خانم شهلای عزیز. آقای سوربی، شهلا هستم، درود بر شما. شما میگی مردم همه با هم خوب باشن، ولی خودتون از تلویزیون بهبهانی بد میگین. ناصر امینی میخواد برنامه بگیره، شما میگی راجب شاه صحبت نکنه. منم جامعه چیزایی نوشتم، الان نمیتونم همه رو بخونم. ای کاش که نوشته هاتون رو با دقت نوشته بودید و میتونستید بخونید. من کی گفتم آقای ناصر امینی نمیتونه درباره شاه صحبت کنه؟ گفتم آقای ناصر امینی دنبال یه جایی میگرده که مفتخوری کنه. من به ایشون گفتم، یکی از من، ببین شهلا خانم عزیز من، اولا مردم با هم خوب باشن این فرق میکنه که اگر ما با هم خوبیم، اگر من آمدم دزدی کردم، شما باز با من خوب باشین و نگی سوربی دزده. شما باید افتخار کنی که چون با مردم خوب هستی بگی این سوربی دزده. این در رابطه با این احمق قسمت اولش. درباره با آقای ناصر امینی، یه دوستی، ببینید این وقتی میگن out of context، یعنی شما همون جمله معروف لا اله رو از لا اله الا الله میاری بیرون، بعد میگین این گفت خدا نیست پس گردنشو بزن، در صورتی که بدبخت میگه خدا نیست جز یک خدای قادر. یه دوستی سوال نکرده بود، آقای مونتی فاطمی گفته بود امیدوارن اینها هم بفهمن ذات کثیف این رو و از اونجا بیان بیرون. من گفتم اینا نمیان چون اینا مفتخورن. آقای ناصر امینی سالها پیش قبل از اینکه اصلا با اون تماس بگیره به من تماس گرفت، صحبت کرد، انقدر بدی از بچه‌هاش گفت، گفت من آمدم آمریکا بچه‌هامو ببینم، بچه‌هام رفتن برای من بیمه عمر خریدن که من اگر مردم اونا پولدار بشن. گفتم آقای ناصر امینی، شما ژورنالیستی، بیمه عمر اینجوری کار نمیکنه. بچت شما اومدی اینجا دیده اگه فردا بیفتی بمیری 10,000 دلار خرج کفن و دفنه، شروع کرده مای 7 دلار داده که اگر مردی پولش اونا بدن، و الا این نیست که شما اگه مردی 1,000,000 به این بدن. کسی که برای پیرمرد 80-90 ساله که نمیاد بیمه عمر، اصلا بیمه ها نمیخرن. چیزی که از ما چون نفهمیم و کم دقت میکنیم اینجوری. خانم من نگفتم ایشون نمیتونه از شاه صحبت کنه، گفتم ایشون نمیتونه اینجا بیاد مفتخوری کنه، و الا شما پولش رو بده به این بگو از صبح تا شب بگه جاوید شاه جاوید شاه، انقدر بگه تا باد فتح بگیره. به من چه؟ بعد چقدر جالبه شما یه خانم ایرانی هستی میگی من نوشتم، از رو نوشتم نمیتونم بخونم. خب منو یاد ملا نصرالدین میندازی. ملا نصرالدین یه نامه ای نوشت برای یه نفر، یه پولی گرفت، طرف نامه رو فرستاد برای مادرش مثلا، رفت اونجا به هر کی نشون داد، آقا این نمیتونه، چی نوشته من نمیفهمم. گفتن آقا برید اینو پیدا کنید بیاد. رفتن پیدا کردن مولا نصرالدین رو آوردن، گفتن این چی نوشتی؟ گفت من یه پولی میگیرم براتون بخونم.
دو تا پول میگرفت. همه میرزاها یه پول میگرفتن برای نوشتن نامه، آقای ملا نصرالدین دو تا پول میگرفت، یکی برای نوشتنش یکی برای خوندنش. در اصل شعلای عزیز کارمون خیلی خراب، شما هر چی میخوای از شاه تعریف کن، من با یک پرسش ساده به شما ثابت میکنم که شما بت پرستی و داری یه شخص بی سواد کم سواد نادان خودپرست رو بت میکنی. با این سوال همه این چیزایی که شما میگید درباره شاه قبول، دوران شاه دوره گل و بلبل بود، پس چرا اینجوری شد؟ اون وقت شما توش میمونی، اون وقت مجبوری خودتو سرزنش کنی، وزیرشو سرزنش کنی، زنشو سرزنش کنی، بچهشو سرزنش کنی، چون نمیخوای هیچ کس به این بت نزدیک بشه. من در خدمت شما هستم، هر وقت که خواستید 15 دقیقه مهمان من. مهمان بارها گفتم مثل نفس، بهش احتیاج داریم، ولی اگه بگیریمش داخل و نذاریم بره خفه میشه. 15 دقیقه مهمون من، بیا بیا هر چی هم دلت میخواد از شاه صحبت کن، ولی به من نگو آقا مرجانی وقت بده به آقای حشمت رئیسی، وقت بده به آقای حشمت رئیسی جوان بوده، رفته فعالیت کرده، احساساتی بوده، خیلی دنبال فیلم و سینما و اینا بوده، آدم باذوقیه، بعد رفته افتاده تو کار سیاسی به یه جای رسیده و فلان اینا. این کسی که بعد از این همه سیاست میره با پسر کسی که انداختتش زندان و سابقهشو میدونه سلام علیک میکنه و میخواد دست بده، خب این نشون داد امتحانش رد شد، این نشون داد که نمیفهمه. منظورم از نفهمی بیشعوری نیست، منظورم اینه که نمیفهمه که آقا اینا آدم بشو نیستن، چون خودش خوبه فکر کرد که اینا هم خوبن. کسی که اینجوری نمیفهمه من باش کاری ندارم، که بره وقت خودش رو تلف کنه، بره وقت دیگران رو تلف کنه، ولی اگه اینجا میخواد برنامه داشته باشه باید پول بده. فرشید نوشته بود یه برنامه داشتی با آقای حشمت رئیسی، اگه میشه بازم از ایشون دعوت کن. گفتم نه نمیشه، برای که اینها نمیخوان پول بدن، هم نشستن یه حقوقی دارن میگیرن، ایشون تو آلمان یه حقوقی دارن میگیرن، سیگارشون رو میکشن، مشروبشون رو میخورن، چایشون رو میخورن، هر کی هم حاضر بشه وقت بهشون بده اونجا میان حرف میزنن. من چیکار هستم این واسه؟ در اصل منتظر شما هستم. بذارید این شعلا خانم چی گفت آخرش. فقط خواستم زنگ بزنم ببینم شماره شما درسته یا نه. هر دو شماره درسته، هر دو پیام شما رو گرفتم. اگه شماره درست نبود که من اینجا نمی‌نوشتم، خانم دیوانه که نیستم. خب یکی ماجرای دیوانه که نیستم، میدونید یه جوکی هست، به یه نفر یه چیزی گفتن، بعد طرف گفت درسته که من دیوانه هستم ولی احمق که نیستم، که این حماقت از دیوانگی هم واقعا برتره. من هنوز دنبال این پیام دوستمون هستم. بله خب حاضری دوست عزیز برای یک گفت و شنود غیابی؟ صدای شما آشناست ولی ای داد بر ما ایرانی ها. ببینید شعلا خانم اگه اسمشو نگفته بود من اصلا هی بگذارم صدای ایشون آشناست، ولی کیه این خانم؟ سعادتیه، خانم نمیدونم فلانه، دخی عبدیه، این کیه؟ ولی چقدر قشنگ میگه شعلا خانم. حالا اسمشو گفت ما چیکارش میکنیم؟ میریم پیدا میکنیم شعلا خانم دیروز چی خورده گزارش بدیم. اسمتونو بگید، افتخار کنید. سلام، من سوربی هستم از آمریکا، تماس گرفتم که بگم حالم خوبه و ما ایرانی ها هنوز بلد نیستیم از پیامگیر استفاده کنیم. الان خانم مینو ثقفی ایشون هم قهر کرده، اگه آشتی باشه و یا اگه قهر باشه یواشکی برنامه من نگاه کنه از خنده افتاده رو زمین، یا خنده تلخ، خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، از این میخندم یا از آن میخندم. بفرمایید دوست عزیز شما صحبت کنید ببینم این درسته. سلام عرض میکنم جناب آقای سوردی، با تشکر از برنامه های بسیار پرمحتوای شما و با تشکر از مهمانان عزیز شما در برنامه‌تون. من هم به شما سلام میکنم، ممنونم که برنامه های ما رو توجه میکنید، متشکرم که وقت گذاشتید و تماس گرفتید. از طرف مهمانای برنامه و برنامه گذاران تلویزیون مردم هم از شما تشکر میکنم که برنامه ها رو نگاه میکنید. بفرمایید گفت و گو، بفرمایید. غرض از این پیامی که برای شما میدارم، از شما اجازه میخواهم اگر این اجازه رو به من بدید در جلسه دیگه پیامی برای شما تلفن بدارم
تحت عنوان پدیده تلویزیون رنگارنگ و آقای زیته. علت این مسئله همینجا اجازه بدید من بهتون بگم. من بارها توی تلویزیون گفتم یه زمانی بود که امکان اسکایپ، امکان تلفن زدن، شماره دادن، این چیزا مثلا نبود. طرف یه زنگی میزد به یه تلویزیونی یه چیزی میگفت میرفت، همه مسئولیت گفته این شخص ناشناس در تاریکی میافتاد رو دوش اون شخصی که نشسته زیر نور و جلو دوربین. و تازه خیلی ها یادشون میرفت که شما تماس گرفتی، این رو میگفتن سوربی گفته یا فلان مجری گفته. ببین دوست عزیز، شما اجازه داری زنگ بزنی پدیده‌ای به نام تلویزیون رنگارنگ و آقای داور ویسه رو زیر ذره‌بین بذاری، ولی به یه شرط، به یه شرط که حاضر بشید خودتون بیان بشینید جلو دوربین، خودتون رو معرفی کنید، بگید من کی هستم و من به عنوان یک تلویزیون شناس، یک جامعه شناس، یک مردم شناس میخوام صحبت کنم. آیا حاضرید همچین کاری رو انجام بدید؟ فکر نمی کنم، ولی دربارش فکر کنید. اگه حاضر شدید من به شما برنامه مجانی میدم. بفرمایید. این هست که این پدیده، پدیده ایست که منحصر به فرد هست و با توجه به برنامه هایی که دارد و اجازه هیچ گونه سخنی در اون تلویزیون که شما سوالی بکنید از اینکه مخارجش از کجاست، همینجا وایسی. اولا تلویزیون رنگارنگ پدیده نیست. تلویزیون رنگارنگ 30 سال تلویزیون داره و یکی از آدمایی که من بارها گفتم خیلی در کار بیزینس زرنگه، یعنی زرنگی داور ویسر شما میتونید در حد شهرام همایون بدونید، کسی که با شرایط زمان و مکان عوض میشه. شما میدونید وقتی مثلا اوبر اومده بود توی آمریکا یا تو کشورهای دیگه که مردم به جای اینکه تاکسی سوار بشن از این ماشینای شخصی استفاده کنن، هم ماشین مسافرکشی، اعتراضات زیادی شد. تاکسی‌ها اعتراض کردن آقا ما پول نمیدونم گواهینامه میدیم، ما پول بیمه میدیم، ما پول شرکت تاکسیرانی میدیم، بعد یه نفر از تو خونش میاد سوار میکنه مسافر ما رو میبره، این که درست نیست. بعدن فهمیدن ببین زمان عوض شده و شما باید با زمانه عوض بشی، شما باید با زمانه عوض بشی. اگر بگی من نمیشم دروغ میگی. میخوای بهتون ثابت کنم که عوض شدی؟ اگه با زمانه عوض نشد بودی شما تلفن نمیزدی به تلویزیون مردم، نامه مینوشتی. حالا چون با زمانه، زمان تلفنه، شما عوض شدی. ایشون هم عوض شد. یه کاسبی رو انداخته، از روز اولی هم که شروع کرده این با رضا پهلوی اینا مثل میرفت فوتبال بازی میکرد، با بچهای شهبازی میرفتن فوتبال بازی میکردن، برگزاری مراسم همین رضا پهلوی اینا رو اینا میذاشتن. بعد دید نه آقا این مرد عمل نیست، ول کرده اومده کنار. یه مدت رفت قالی فروشی کرد، یه مدت رفت برنامه میفروخت به این و اون، به آقای دکتر کیه مولانا اسما یادمون میره، برنامه میفروخت. حالا چون شما میخواین بگید بذارید گفت و شنود باشه، بفرمایید. تحقیری که بر ملت ایران میکنند، عرب پرستی که میکنند. عزیز من برنامه های داور رو گوش نمیدم، ولی اولا همه میتونن زنگ بزنن تو برنامه هاش. دوما تا اونجایی که من میدونم از صبح تا شب فوش میده به آخوندا و عربا و اینها. حالا چجوری تحقیر میکنن ملت ایران رو من نمیدونم. ای کاش شما که به نظر میرسه یه سنی هم ازت گذشته، مثل داداش بزرگ من هستی، حتی ممکنه از لحاظ سنی مثل پدر من باشی، با خودت رو راست باشی، بیای بگی که من سلطنت طلبم، من طرفدار پادشاهی هستم، با این تلویزیون مخالفم. آقا نگاش نکن، کمکش نکن. چه پدیده ای؟ این ماجرای اینجا بهش میگن چی؟ دسیسه ایرانیش. ماجرای دسیسه و اینا از کجا میخواد؟ بعد ایشون قرار نیست به شما بگه پول از کجا میاره. چند تا تلویزیون آمدن تا حالا گفتن آقا ما میخوام یه تلویزیونی باز کنیم نمونه، شما پول بدید بهتون میگیم کی پول داده. خب معلومه شما ای پول بدید بهتون میگن شما پول دادید.
شما پول بدید ما بهتون میگیم کی چند داده. دیدید آقای شاهرخ خواننده، آقای مینوی اتفاقا اون دفعه گفت آمد آبرو و شخصیت و هنری خودش خلاص خراب کرد، گفت من 100 نفر میخوام که اسم بنویسن تا من برم حکومت رو واژگون کنم، سرنگون کنم. 100 نفر پیدا نشدن حتی اسمشون رو به این بگن، برای که از خودشون پرسیدن آقا تو کی هستی؟ تو موقعی که دوره شاه بوده ول کردی اومدی آمریکا. حالا شما دوست عزیز این چیا چی حرفای دسیسه تلویزیون رنگارنگ به کسی نمیذاره حرف بزنی، تحقیر میکنه. آقا تحقیرت میکنن گوش نده. اینجا یه رادیویی هست مال هاوارد استرن، از صبح تا عصر داره حرف ببخشید آلت تناسلی میزنه و نمیدونم فلان باد از فلان جات بره و آروغ بزنه فلان بیسا، یه ده گوش میدن یه ده گوش نمیدن. حتی دولت اومد دخالت کنه بهش گفت آقا تو نمیتونی این چیزها رو بگی. گفت باشه میرم رو ساتلایت، میرم تو فضا، از تو فضا داره حرف میزنه، نه که خودش رفت اونجا نشسته توی نیویورک. 55 میلیون بهش پول دادن. آقا شما اگه پولی ندادی به تلویزیون رنگارنگ شما حق نداری ازش سوال کنی که پول رو از کجا آوردی، که پول رو چگونه خرج کردی. اینو ما به چه زبونی به شما بگیم؟ شما یه حق داری زنگ بزنی به IRS، که چیه؟ Internal Revenue Service، بله، به اصطلاح همون مثل اداره مالیاته، بهشون بگی آقا این برید دنبالش. اونم نگاه میکنه میگه آقا به من چی برم دنبالش، این داره تکسشو میده، نگاه میکنه سوشال سکیوریتیشو، نه میگه این چیه. یا شادم برن دنبالش. شما این حق داری، هر آمریکایی هر خارجی حق داره یه نفر رو گزارش کنه، اونام اگر شما خیلی هی گزارش کنی دروغ بگی میان یقت خودت میگیرن که آقا مگه ما وقتمون مجانی، شما اینقدر هی میگی حسن علی دزه حسین علی دزه، پس بذار خودت هم نگاه کنی ببینی خودت کی هستی. خب بفرما. و غیره، یا من میتونم این رو به عنوان یک برنامه بگم خب گوش نمی کنم بذارم کنار، این بهترین کار، بفرما. اما اگر غیرت ایرانی دارم شاید مایل باشم عقیده خودم رو ابراز کنم. اگر شما جناب آقای توری این اجازه رو، منظور شما از این اجازه چیه؟ یعنی من مجانی برنامه بدم به شما، شما بیای صحبت کنی درباره یک کسی، ما نه اسم شما رو بدونیم نه تلفن شما رو بدونیم نه شما هزینه‌ای بدید، همین منظورتونه؟ نه، من این اجازه رو نمیدم. گوه آقا مرا به خیر تو امید نیست، لطف کن شر من رسان، ما بنزه کافی شر داریم. بفرمایید. به من میدهی من در جلسه بعدی در پیام تلفنی در کمال احترام و در چارچوب قانون ایالات متحده سوالات و ایرادات خودم رو بسیار کوتاه و متین در اختیار شما بذارم. اگر شما جایز نیستید و اگر شما پسندیدید آن رو پخش کنید. از توجه شما بسیار متشکر. آرزوی دوران خوبی برای شما و نورسیده نوه عزیزتان را دارم. مرسی. ممنونم منم از شما، متشکرم. شما هم اگر بچه دارید نوه دارید امیدوارم همشون شاد و سلامت باشن. دوستان من توی این پیام 2 تا چی نشنیدم، یکی اسم، یکی این که هزینه میخوام بدم. ولی با همه اینها چون شما خیلی محترم صحبت کردید، لطف کنید پیامتون رو بذارید، اون پیام رو هم من پخش میکنم به شرطی که من بتونم همین گفت و شنود داشته باشم. شما اگه سوال کردی آقا این پولشو از کجا میاره، میگم به شما چه، به شما چه. مگه شما بهش $1000 دادید گفتی 6 ساعت آهنگ گوگوش بذار، این 5 ساعت و 58 دقیقه گذاشته، پس به شما مربوط نیست. خوشحال میشم اصلا بفهمم چه سوالاتی ممکنه یه نفر از یه تلویزیونی که پولی نمیگیره از شما داشته باشه. به نظر شما پولش از کجا میاد؟ از هر جایی که شما فکر میکنید من میگم بله از اونجا میاد. خب حالا میخواین چیکار کنید؟
بله نامه روی اینترنت هست، 280,000 دلار آقای خاتمی داده به ایشون. میخوای من نامه بنویسم روی اینترنت که دیروز 1,000,000 دلار 1,000,000 دلار این آقای چیپولتن کیه، مرد مال چپو ال چپو، 1,000,000 دلار پول مواد مخدر داده به شما، میخوام من نام بنویسم برای شما؟ مهر رسمی حکومت اسلامی بالاش باشه، مهر رسمی ال چپو هم پایینش باشه، یعنی دیگه از این مسخره تر نمیتونم تعریف کنم. دوست عزیز نازنین من، شما سنی ازت گذشت، شما این تلویزیون ها رو نگاه کن، هر کدومش رو دوست داری لذت میبری اون رو نگاه کن، هر کدومش رو لذت نمیبری نگاه نکن. من اینو میگم، خودم هم مریضم، خودم هم دیوونه هستم، اونایی رو که دوست دارم میگم بعدا نگاه میکنم، فعلا ببینم این احمق چی میگه، میرم حرفای اونایی که باشون مخالفم گوش میکنم. مریضیم دیگه، ملت مریض به خاطر اینه. خب بریم سراغ پیام ها ببینیم که چی میگه این دوستمون رو نخبگان. اگر خون گریه کنیم کم است، این رو هم آقای آل احمد میگه، نه اون آل احمد، وضعیت قرمزی که هرگز اعلام نمی شود. مرداد 1344 نتایج بررسی مهاجرت توسط اوه بابا بلمون کن 94 این مال 50 سال پیشه، یه چیز جدید بگو، تازه جدیدام کهنه شده، بگو فردا چه باید بکنیم. بیام بریم سراغ دوستمون که انشاء یک پسر 10 ساله کرد رو برای من فرستاده. این رو من قبلا هم دیده بودم هم تو برنامه خونده بودم، ولی به نظر من خوبه که اینها هر از گاهی گفته بشه. انشاء یک پسر 10 ساله کرد که برنده جایزه بهترین انشاء در سطح کشوری و استان آذربایجان غربی شد. معلمی از دانش آموزانش خواست فواید گاو را بنویسند. نوشته ای که در زیر میخوانی تمام و کمال، تمام و کمال انشای آن دانش آموز است. با سلام خدمت معلم عزیزم و عرض تشکر از زحمات بیدریغ اولیا و مربیان مدرسه که در تربیت ما بسیار زحمت میکشند. اگر آنها نبودند، معلم نبود، ما اکنون کجا بودیم؟ اکنون قلم به دست میگیرم و انشای خود را آغاز میکنم. بچهای 10 ساله یعنی کلاس چهارمن، درسته؟ این انشاء را یک کلاس چهارمی نوشته، اونم در دوران آخوندا، درسته؟ از خودمون بپرسیم، خودمون رو الکی و مجانی نکنیم نوکر این بازی های اینترنت و فیسبوک و اینها. اکنون قلم به دست میگیرم و انشای خود را آغاز میکنم. البته واضح و مبرهن است که اگر به اطراف خود بنگریم در میابیم که گاو بودن فواید زیادی دارد. شما لطف کن از کلاس اول تا پنجم که دبستان میرن برای من این کلمه مبرهن رو پیدا کن. من فکر نمی کنم تا کلاس هشتم نهم این رو ما دیده باشیم. دوست عزیز گول این نامه ها رو نخور، اینا همش منو تو رو علاف کرده، اینا سوپاپ اطمینانه. بعد ببینید شما خودتون چقدر صادقانه توی این دام افتادی، میگی که این هم در سطح مدارس اول شد هم در استان، یعنی اینقدر اونجا آزادیه که این همه اینا رو گفته و اونا هم گفتن عجب درست گفته، هی بهش جایزه دادن. اجازه بده من نخونم، چون اگه بخونم هی باید سوال کنم، اون وقت شما هم که دوست من هستی از من ناراحت میشه. البته این دوستم مطمئنم که نمیشه. بله مثلا که گاو بودن فواید زیادی دارد. من مقداری در این مورد فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که مهمترین فایده گاو بودن این است که دیگر آدم نیست بلکه گاو است. هرچند که نتیجه گیری باید در آخر انشا باشد، بیایید یک لحظه فکر کنیم که ما گاویم، ببینیم چقدر گاو بودن فایده دارد. کلاس به اصطلاح 10 سالشه، کلاس 4. وقتی گاوی که پدر خانواده است میخواهد دخترش را شوهر دهد، نگران جهیزیهش نیست. نه اجازه بده نخونه. مرسی. بله آقای سول، میدونید که من با آقای خداوندلو وقتی برنامه داشتم
در این مورد صحبت شد. بعد مانتی فاطمی نوشته بود که آقای خداوندی رو من با شما موافقم، ولی این اسلام ستیزی و دین ستیزی بی نتیجه است. بعد آقای خداوندی رو یه مقاله دیگه نوشته بود که آیا باید به عقاید دیگران احترام بذاریم. اون رو من به عنوان کامنت زیر ویدیو گذاشتم. این یه فیلمی که میذاری تو تلویزیون، بهتون میگم توی فیسبوک اینا، حسنش اینی که همینجوری ادامه داره. ماجرای یه نوشته بذاری خاک بخوره نیست، همینجوری ادامه داره. بعد دوستان نظرهای مختلف دادن، بدونی که ویدیو رو دیده باشن خیلی ها نظر دادن که بله نباید به دیگران بی احترامی کنیم. میگم آقا مثلا یه دینی هست میگه که هر کی اسمش سربیه باید گردنش زده بشه. شما به این بی احترامی نمی کنی؟ میگی بفرما، گردنو شستم امروز، لیف و صابونم زدم، میخوان یکم چاقوتونم تیز کنم؟ پس دروغ میگی. آقا بخون اولا مقاله رو، ویدیو رو تماشا کن، بعد بنویس. آقای چمنارا این کارو کرده. آقای چمنارا نوشته که آقای سوربی در هندوستان کشور هزاران دین و یکی از دموکرات ترین کشورهای جهان مذهبی است، موش را مقدس می شمارند و باید ببینید تا باور کنید چطور موشها را غذا می دهند و ستایش می کنند. مدفوع موش را برای تقرب می خورند. وقتی موش سفیدی پیدا شد باید هیجان این مردم را می دیدید که چطور به هیجان آمده بودند. لازم نیست شما یک برنامه یک ساعته درست کنید و مزرات موش را به مردم نشان بدهید، ولی اگر موش پرستان گشت ارشاد به سایر شهرهای هندوستان بفرستند و مردم را مجبور به اجرای احکام خودشان بکنند و بخواهند حکومت هندوستان را با احکام خودشان اداره کنند، در آن صورت شما نه تنها حق دارید به اعتقاد و باورهای آنها احترام نگذارید، بلکه با هر چی که در قدرت دارید با آن به مبارزه برخیزید. خب این صحبت درست همینه. آمریکایی‌ها، ببخشید اینو میگم دوستان، میگن دین و مذهب مثل آلت تناسلیه، هر کسی داره و میتونه داشته باشه و به جاش هم میتونه ازش استفاده کنه، ولی قرار نیست تو خیابون آلت تناسلی تو به دیگران نشون بدی. قرار نیست بیای تو مدرسه به بچه ها آلت تناسلی تو نشون بدی یا بگی اینجوری باشید و اینجوری باشید. دوتامون داریم یه چیز رو میگیم. ممنونم از آقای چمنارا و امیدوارم به زودی شما هم برنامه در تلویزیون مردم داشته باشید. به نظر میرسه شما هم دوست دارید با مردم در گفت و شنود و رابطه باشید. متاسفانه تا حالا فکر کردید از طریق نوشتن و کتاب میتونید این کار رو انجام بدید. الان بهتون ثابت شد که نه، ایرانی بنویس، برای بایگانی داشته باش، ولی از طریق صدا و تصویر به گوش و چشم و مغز و هوش ایرانی ها راه پیدا کن. همون کاری که آخوندها میکنن در طول زندگیشون. اولا از 100 تا آخوند یه آخوند ممکنه بره یه رساله بنویسه، اون رساله هم زبل از اون دیکی کپی کرده، ولی همشون نشستن حرف میزنن، همشون نشستن با مردم در کوچه و بازار در تماس مستقیم و روزانه هستن. این چیزیه که رهبرای ما نفهمیدن. شاه از روزی بدبخت و ذلیل شد که از مردم فاصله گرفت، از روزی بدبخت و ذلیل شد که از ترس ترور دیگه با ماشین سرباز نیامد خودش رانندگی کنه، رفت ماشین ضد گلوله گرفت و هی فاصله. شماها با نوشتنتون با مردم نزدیک نشدید، کم مدود بگم نزدیکی نکردید، نزدیک نشدید، بلکه خودتون رو دورتر کردید. چرا؟ نمونهش آقای خداوندلو. آقای خداوندلو فکر میکنه باید همه اندازه ایشون بدونن تا اجازه داشته باشن بیان تو اون کلاس با ایشون صحبت کنن. نه، اون میشه دانشگاه، اون میشه همین کلمه استادم در مورد صحبت کنه. ممنونم از دوستان عزیزی که توضیح دادین، مخصوصا آقای علی شیرازی که نوشته آقا استاد یعنی کسی که در یک کاری مهارت داره و مردم هستن که این مقام استادی رو به یک کسی میدن. من حرف شما رو کاملا قبول دارم. اون آقایی که مثلا 50 نفر رو کشته هنوز گیر نیومده، میشه بهش بگیم استاد این کاره، مهارت داره؟ و شب که میخوام تو تلویزیون برنامه رو بگیم یک آقای جنایتکار استاد؟ پس اینجوری هم نیست که مردم بدن. حالا استاد، من تا اونجایی که یادمه مدرسه به این صورت میگفتن معلم،
وقتی تو دبیرستان درس میداد میشد دبیر، وقتی که تو دانشگاه میرفت میگفتن استاد دانشگاه. اینجا به همه نمیگن اسکالر، پروفسور. پروفسور اتفاقا استاد یه جورای نزدیک همون اسکالره که نمیدونم چی بهش میگفتن توی ایرانی. در اصل من فکر میکنم با وجودی که توی فرهنگ لغت نوشته که استاد یعنی کسی که مهارت داره، مثلا به همین خاطر به این میگن استاد مکانیک و درست هم ممکنه باشه، خب شما به این صورت به اون میگین استاد چی؟ استاد شجریان؟ ما بگه استاد چیه؟ استاد خوانندگیه؟ استاد نوازندگیه؟ نمیدونم. در اصل میتونیم سر این تفاهم داشته باشیم که ما تو این قسمت با هم تفاهم نداریم. با درود، سرزمین ایران از دو قوم به وجود آمده. البته نشته سرزمین ایرانی از دو قوم، غلط. یا باید بگیم ملت ایرانی یا سرزمین ایران، نمیشه سرزمین ایرانی از دو قوم به وجود آمده. غلط می‌نویسیم، غلط قلوت. کی میخونه؟ کی توجه میکنه؟ مگه همه بیمارن که بیان مثل سوربی بگن این غلطه، برای خودشون دشمن پیدا کنن؟ اتفاقا یه دوستی برای من نوشته بود اسم به اصطلاح مفرد اسامی جمعه و نباید بگیم اسامی ها. نمیدونم، من اگه هم چیزی گفتم اشتباه کردم. معمولا میگیم اسم هاتون رو بنویسید یا اسامی رو اینجا بنویسید که همون جمع اسمه. اگه یه جایی گفتم لطف کنید بگید کجا گفتم. من همه چیزایی که گفتم یادم نمیاد، مخصوصا وقتی یه کسی مینویسه راجبش نمیدونم کدوم برنامه رو ایشون داره نگاه میکنه، برنامه آخرین، جدیدترین، برنامه یه ماه پیش، یه سال پیش و الی آخر. با درود، سرزمین ایرانی از دو قوم به وجود آمده، یک مادها، دو پارتها. به همین دلیل مشکلات این سرزمین یا از طریق مادی حل می شود و یا از طریق پارتی، پارتی بازی. بعد از آن نیز مردم سه گروه شدند: اشکانیان، آنان که در مراسم عزاداری شرکت می کنند و اشک می ریزند، سامانیان، آنان که میلیاردی بردند و خوردند و سر و سامان گرفتند، و صفویان امثال من و شما که همیشه در صف مرغ و تخم مرغ و بنزین و گاز و غیره هستیم تا تحلیل تاریخی بعدی بدرو. دوستانی که به ایران میرید و میاد یا توی ایران هستید به من بگید هنوزم توی ایران این ماجرای صف و این اوضاع و احوال هست یا نیست. من پریروز در واشنگتن بودم، اینجا روز سفارت ها بود و مردم صف کشیده بودن دور تا دور سفارت خونه های مختلف که برن داخل سفارت، هم شیرینی بهشون میدادن، شکلات بهشون میدادن، هم ببینن. و این رسم اینجا، اینجا هم صف هست دوستا. اینجا شب طرف میخواد بره دیسکو، یه ساعت نیم دو ساعت تو صف باید وایسه. اگه بهتون بگم ما رستوران که میخوایم بریم، تازه اگه از خونه زنگ بزنیم اسممونو بنویسیم، وقتی میریم اونجا تازه 45 دقیقه یه چیز دیگه بهمون میدن دستمون، پیجر، میگن وایس و کنار، هر وقت این چشمک زد بیا. شما باورت نمیشه، میگم این میشه؟ اینجا هم صف هست، صفش فرق میکنه. آدما تو صف وای میسن مثل آدم، جلو هم نمیزنن. به همین خاطر صف به نظر یک کسی طولانی نمیاد. میگه آقا من آمدم، این جلو هم بود، این پشت سرم بود، حالا این جلویم نوبت شده، رفته نوبت منه دیگه. نمیگه یه آقایی میاد از بالای سر من دست میکنه، میگه آقا من از دیروز اومدم قروخ کردم. این هم از این. و اما یه ایمیلی من امروز دریافت کردم از آقای دکتر تیم هاوارد. اجازه بدید من این رو بنویسم، چون برای ایشونم باید اینو بفرستم و دوستانشونم اگر میخوان از تلویزیون مردم استفاده کنن تا شاید بتونیم به این ایرانی که منتظر اعدام هست در ایالت آلاباما. این ایالت آلاباما یه سابقه بد نجات پرستی داره و هنوزم اون سیستمه همینجوری توش کار میکنه. آقای دکتر تیم هاوارد نوشتن که مدیسون کاونتی کیس نمبر این مد، بذارید من بهتون دوستان نشون بدم، شاید شما هم بتونید یا بخواین کمکی کنید به این آقای محمد شریفی ایرانی، دکتر پی اچ دی، که ممکنه به اصطلاح اعدام بشه، یعنی ممکنه که توی نوبت اعدام. ببینید نوشته که I'm Dr. Tim Howard. We have concrete documents establishing Alabama's broken justice against an Iranian PhD applicant on death row, besides several new evidence of actual innocence.
any help نوشته که ما دلایل این وقتی میگن کانکریت یعنی محکم، چون کانکریت و سیمان و اینا میدونید وقتی چیزه خیلی جنس محکمی میشه، میگه ما مدارک محکمی داریم که نشون میده که این سیستم غلط قضایی آلاباما در جهت مخالفت با این ایرانی پی اچ دی، ولی من نمیدونم پی اچ دی اپلیکانت هم دید اپلیکانت، نمیدونم کاندید، کسی نمیره خودش کاندید کنه برای مرگ یا کسی نمیره اپلیکیشن پر کنه برای، نمیدونم، شاید من اینا رو درست متوجه نمیشم چون ما میخوام جمله کلمه به کلمه ترجمه کنیم. در هر صورت دد رو افرادی که منتظر هستن تا اعدام بشن به اینا میگن دد رو، زنداناشون مخصوصه و حتی بخشی هم که اینا هستن مخصوصه. نوشته که several new evidence of actual innocence، میگه چندین evidence مثل خدایا دلیل سند یه چیزی که شما تو قاضی مثلا به قاضی نشون میدید اینو بعد میگید اینو به عنوان evidence بذار اونجا مدرکه یا هر چیزی، میگه هست دلیل بر بیگناهی این، کسی میتونه کمک کنه؟ sincerely تیم هاوارد، ایمیلش هم نوشته teamhoward866@gmail.com. من با ایشون تماس گرفتم گفتم که اگر تلویزیون مردم یا من میتونم کمکی انجام بدم به من بگید به نوبه خود انجام میدم، ولی از طرفی اگر یک کسی آدم کشه، اگر یک کسی تروریسته، قرار نیست ما کمکش کنیم. دیشب یه فیلمی مال 60 مینیت قسمت دومش، اولا ممنونم از سعید که اون در راجع به سرطان مغز و این ویروسه، من اون روز گفتم واکسن فلج، ویروس فلج رو میزنن به سرطان مغز یا سرطانهای دیگه و نشون داده که اون ویروس فلج میره اون سل یا اون به اصطلاح قده سرطانی رو فلج میکنه و خیلی جالبه تا الان چندین نفر از این ماجرا جون سالم به در بردن، البته چندین نفر هم مردن که این معمولیه موقع که یک کاری رو دارن به صورت آزمایشی انجام میدن، مثلا اگر از 1000 نفرم حتی 999 تاش بمیره ولی یه نفر زنده باشه، اون یه نفر نور امیدی هست که اینا اون برنامه رو ادامه دادن، چون 1000 نفره آماده بودن که بمیرن anyway، یعنی در هر صورت میمردن. اینم از این. ساعت 2:58 دقیقه است، 2 دقیقه دیگه سعی میکنیم با خانم دکتر بهیه جیلانی تماس بگیریم با این امید که امروز باشند و ببینیم ایشون چی میگه، ماجراهایی رو میخوان تعریف کنن که جالبه. و اما این خانم نزهت یحیی‌زاده که من فکر میکنم ایشون شاه اللهی باشه، حتی سلطنت طلب و طرفدار پادشاهی هم نه، شاه اللهی باشه، چون حرف گوش نمیده. اون جوکه بود میگفت تو هم حرف گوش نمیدی. ایشون نوشته که این خیلی جالبه، نوشته بررسی این مجموعه زمان دقت ویژه و قدرت تفکر قوی لازم دارد و برای هر جوان ایرانی حیاتی است. گفتم خانم شما واقعا فکر میکنی جوانها به من و شما دقت و توجه میکنن؟ برو خانم دنبال کاره. دوستان عزیز این تلویزیون های میبینی که پشت سر منه، همه اینا برنامه ایرانی برام پخش میکنن. ممنونم که شما بین این همه تلویزیون، تلویزیون مردم، بین این همه برنامه تو تلویزیون مردم برنامه سلبی، ولی یه لطف بکنید هم حمایت کنید هم به اصطلاح به دیگران معرفی کنید. بازم از ایرانیش تیوی ممنونم که از ساعت 3 میخواد برنامه خانم جیلانی رو مستقیم پخش کنه. حقیقتش من نمیدونم حتی کجا پخش میکنه، ولی هر کاری خوبی که شما انجام بدی من وظیفمه ازتون تشکر کنم. تو خوبی میکن و در تلویزیون مردم انداز که سربی هم یه وقتی بیا تو به تو دهد باز یا گاز. خب ما شیرازی ها خیلی نمیگیم گاز میگیریم، ما میگیم دندون میگیریم و اینجوریه. در صورت ببینم خانم جیلانی هستند و بله خانم بهیه جیلانی از فرانسه، اینجا من معمولا می‌نویسم حاضر ready و تماس میگیرم. باید به دوستان بگم اونا به من زنگ بزنن که اینجوری ما مزاحمشون هم نباشیم، خود اونها سر ساعت معینی تماس بگیرن. ببینم که الو سلام. به سلام خانم دکتر جیلانی. دوستان عزیز خیلی خوشحالم که ایشون هستند و این فرصت پیش آمد.
خانم جیلانی، من به دوستان گفتم که شما جمعه در ترافیک پاریس گیر افتادید و نتونستید بیان، ولی امروز آمدید. ما از این بابت خیلی خوشحالیم. شما مثل که میخواید درباره یه موضوع به خصوصی صحبت کنید، درست میگم؟ امروز اصلا امروز دیگه جنبه سیاسی نداره. بله، مقدار جنبه درد دل داره. من که این مزاحمت من، یعنی این مزاحمتی که امروز برای من درست شده از سمت سوی ایرانی ها، من فکر میکنم که ببخشید اجازه بدید من اینو وصل بکنم. بله، وصل شد یا نشد؟ فکر میکنم وصل نشد. بلنگو حالا ویدیو لازم نیست فعلا. نه، ما ویدیو شما رو داریم، صدای شما رو هم داریم، همه چیز خیلی عالیه، همه چیز خوبه. خب بله. خدا کنه صدا بعدا چیز نشه ناجی. چه بعدم امروز نور و تصویر و اون بک چی میگم اون قسمت پشت که یه دکوراسیون ایرانی هست چقدر عالی و خوب دیده میشه. شما که اینطور دیده بودین یه زمان. ممنونم. بله، اومده بودین با خانوم. بله بله. خب خانم جیلانی، برای ما تعریف کنید ببینیم که این مزاحمت، من فکر کنم شما درگیر هستید با شهردار پاریس. بله همینطوره، شهرداری همینطوره. پاریس. ولی الان اینجوری که میگید یه مقداری میخواین راجع به ایرانی ها بگید و شاید به این وسیله هشداری هم باشه برای دیگر ایرانی ها که مواظب باشن. من ساکت میشینم میشم و پای صحبت های شما میشینم. بفرمایید. اولا که درود فراوان دارم به تمام دوستان. مدت زیادی است که من در تلویزیونم صحبت نکردم، برای اینکه یک مشکلات بزرگ حقوقی دارم با دولت فرانسه، و اون هم اینه که یک، البته این مسئله دیگه، این مسئله قانونن خصوصیه، ولی ما الان در جایی هستیم که دیگه فکر میکنم که زندگی خصوصی من با عمومی من قاطی شده. در نتیجه خیلی علاقمند بودم که اگر حتی دو نفر هم به حرفای من گوش میکنه، من در مقابل این دو نفر مسئول هستم که یک واقعیتی رو بگم که بعدها اشتباه توجیه نشه و کسانی از این مسئله سوء استفاده نکنن. اگرچه امروز داره کاملا از مسئله سوء استفاده میشه و جناهای مختلف. بله، من حدود سال رفت یک آپارتمان کوچیک حدود 27-28 متری اینجا در پاریس خریدم، ولی بعد روزی که من اینجا وارد شدم به من گفتن که اینجا در حال تعمیراته و من راضی شدم که اینجا رو بخرم چون محله خیلی خوبیه. بعد از یک سال و نیم به من اعلام کردن که این خونه باید خراب بشه که ساخته بشه، چون دو طبقه است فقط و قدیمیه و منم خونه های قدیمی دوست دارم. در نتیجه من خیلی ناراحت شدم از این مسئله و اینها ضمناً قیمتی که به من دادن خیلی پایین تر از قیمتی بود که من خودم خریده بودم و این مسئله به دادگاه کشیده شد. تو این وسط اینها شهرداری تونست بر علیه من یک شکایتی مطرح بکنه به جرم اینکه من شارژمو نمیدم، در صورتی که این دروغ بود. و بعد من متوجه شدم که کلانتری شهرداری محل 15 در جیب شهرداریه، یعنی هر رأی رو میتونه صادر بکنه. من این رو فهمیدم، رفتم شکایت کردم، بعد متوجه شدم که کمیسریای منطقه 15 نیز در جیب شهرداریه و من رو اینها بلاک کردن، به هیچ جایی نمیتونستم شکایت بکنم. منزل من رو دزد زد، خالی کرد، من نتونستم شکایت بکنم برای اینکه شکایتم به جایی نمیرسه، چون کلانتری 15 کسی که دزد زد رو، من دزد رو میشناسم، کسانی هستن که میخوان زودتر من از این خونه برم. تا اینجاش خیلی مسئله متعارفی برای هر کسی میتونه پیش بیاد، ولی از اینجا مسئله ایرانی ها پیش میاد که بعد از مدت کوتاهی من متوجه شدم که تمام کسانی که در منزل من رفت آمد میکردن، از جمله تمام پناهجوهایی که سال 88 از ایران، اغلبشون منزل من مهمان من بودن برای مدت یک هفته، 10 روز، 15 روز، 20 روز، 1 ماه، اصلا مهم نیست، قدمشون روی چشم، اینجا خونه من نیست، خونه ما ایرانی است. این فلسفه منه. اما متاسفانه از این مسئله سوء استفاده شد و تلفن من و موبایل من و کامپیوتر من تمام زیر نظر بود، کنترل بود. تلفن دست من رو همسایه ها پوستش رو عوض کردن و من مدت 3-4 سال هر جا که می رفتم کنترل بودم، زیر نظر
کنترل بودم، قابل کنترل شده بودم و اینها برای من فقط در حال پرونده، یعنی میخواستن پرونده سازی بکنن که من رو شانتاژ بکنن و خونه من رو از دستم در بیارن. و امروز من هیچ علاقه ای ندارم که اسم این افراد رو بیارم و یکی از این ایرانی ها دو هفته پیش منزل من اومد و من رو تهدید کرد. و چون منزل من امروز مخصوصا بعد از دزدی منزلم و اینکه میدونم کیه دزد، خونه رو زیر کنترل، زیر شنود گذاشتم، زیر ضبط گذاشتم، تصویر و صدا، در نتیجه امروز من مدارکی دارم، لیست خیلی طولانیه. و تو این بازار شلوغ سیاسی ها وارد شدن، چون این افرادی که منزل من رفت آمد داشتن هر کدوم به جناحی وابسته بودن، هر کدوم دوست و آشنایی داشتن و اینها خبر. و چون این افراد رو زیر نظر داشتن، رفت آمد های منزل من رو، این افراد خود به خود به هم وصل شدن و بهشون پیشنهاد داده شد که شما میتونین اطلاعات شهرداری 15 بگذارید، اگرچه این اطلاعات هیچ ارزشی نداره، اما در حقیقت اینها میخواستن برای من پرونده سازی بکنن که شانتاژ بکنن، که من رو کوچیک بکنن. در نتیجه شروع کردن بین ایرانی ها از سال حدود 5 سال شایع پراکنی، ولی مدل پچ پچ، مدل تو گوشی حرف زدن. در نتیجه من اصلا نمیدونم دقیقا این حرف ها به چه پایه‌ای، به چه مجوزی گفته میشه. در نتیجه من فکر میکنم که بعضی از جناح‌های سیاسی تو این بازی دست دارن و هدفشون کاملا ناپاکه. و من فکر میکنم که این شیوع این اپیدمی صحبت کردن روی من از زمانی آغاز شد که به من پیشنهاد دادن که تو از فلان کسک دفاع بکن و من نخواستم. و این افراد کسانی هستند که در سایه زندگی میکنن اما قدرت خیلی بالایی دارن و جزو کسانی هستند که بعد از شهادت آقای فروهر و پروانه گفتند که آقای فروهر ضد انقلاب نبوده، بلکه وقتی مشکلاتی داشته با آیت الله، اسمش رو یادم نیست، در نشریه روزانه ایران چاپ شد و از او خواستند که عقب نشینی بکنه. و در مورد این مسئله که آقای فروهر زمانی که مشکلات داشته مشاورت با یکی از آیت الله ها مشاورت، و این دروغ محضه، و امروز همون فرد در حقیقت میخواد من رو ترور شخصیتی بکنه. چون ایرانی ها در پاریس همه با هم هستند، خیلی راحت میتونن یک نفر رو خراب بکنن، یک نفر رو بالا ببرن. ولی من خواهش دارم، اگرچه این داستان تموم نشده و من تا این افراد رو، مدارک رو به ملت نشون ندم، یعنی تمام حرف هام رو با مدارک اثبات نکنم، دست بردار نخواهم بود. و من بارها و بارها به این افراد اخطار دادم که من آدمی نیستم که مبارزه نکنم، من تا آخر این مسئله طی خواهم کرد و شما بدونین که من کسی هستم که در زندان جمهوری اسلامی 2 سال عمرم رو گذروندم و اگر تونستم از زندان جمهوری اسلامی خلاصی پیدا کنم، مطمئن باشید از شایعه های شما هم خلاصی پیدا خواهم کرد. و این خیلی عجیبه و من به اینها اخطار دادم، گفتم کاری نکنید که ایرانی در مقابل ایرانی بیسته و ما الان در شرایطی نیستیم و این مسائل کاملا نفوذیه. این افرادی که امروز این حرفا رو میزنن افرادی هستن که نیم در ایران زندگی میکنن، نیم در فرانسه، و تمام حرفهای دروغ و ترور شخصیتی رو به ایران بردن و من حرفا رو از ایران میشنوم. و من از این افراد خواهش میکنم دست بردارن، وگرنه من
آدمی نیستم که ساکت بشینم و یا بتوان من رو خفه کرد و این نقشه شوم رو که کسی رو ترور بکنیم، که کسی دیگر رو بالا ببریم. من فکر میکنم که من چیزی نمیخواهم از مبارزاتم، نیازی به چیزی ندارم، نه دنبال مقامم، نه بچه دارم و نه میخواهم خونم رو بزرگ بکنم، نه میخواهم تازه شروع آغاز به خارج و یا دنیای غرب رو بشناسم. برای من دیگر چیزی واقعا مهم نیست به جز آزادی مملکتم، و اگر این رو بر من زیاد میدونن، من هم از خودم میتوانم دفاع بکنم. فکر نکنن من یک زن تنها هستم، من یک لشکر بزرگ دوست و آشنا، کسانی که از من دفاع میکنن پشت سر من هستم و من ساکت بشو نیستم، و این رو بپذیرن که من آدم قانونمندی هستم و با قانون این افراد رو ضربه خواهم زد. و واقعا متاسفم که ایرانی از زور ناامیدی که به دشمن واقعی زورش نمیرسه، زورش به مبارزانی میرسه که امروز در صحنه جون خودشون رو، مال خودشون رو، ثروت خودشون رو، همه چیز رو به خطر انداختن و نشستن دارن افشاگری میکنن. واقعا من گاهی فکر میکنم که جمهوری اسلامی در جایگاه خودش واقعا محکم نشسته و محکم هم خواهد نشست، و تا زمانی که ما دشمن همدیگه هستیم، نه تنها نمیتوانیم با هم کاری رو با اتحاد انجام بدهیم، هم رو از پشت خنجر میزنیم. واقعا جمهوری اسلامی چقدر مطمئنه از ما که ما رو اصلا بادی هم حساب نمی کنه، و این از ماست که بر ماست، و تا زمانی که ما این چنان با هم رفتار می کنیم، مطمئن باشین که بازنده واقعی ما هست. بسیار ممنونم. خیلی متاسفم که شما بعد از این همه سال که کمک کردید، و من خودم شاهد هستم که دیدم بعضیا که میان از اونجا می نویسن که ما الان در منزل خانم جیلانی هستیم، ایشون کمک میکنم اینها، بعد متاسفانه بعد از چند وقت میبینم که شما میگید که اینها چه ضربه هایی همونها بهتون زدن بماند. ولی بذارید برای دوستانی که وارد نیستن، چون شما منطقه 15 و اینها رو گفتید، براشون بگیم که پاریس چون بزرگ هست به چند منطقه تقسیم شده، و برای که ساده کنن اینها رو میگن منطقه 15، منطقه 5، 7، و خیلی کمک میکنه، حتی تو مترو و اینها هم کمک میکنه. این ماجرای خونه داشتن و یه نفر میاد میگه شما چون خونتون تو مرکز شهر هست، جای خوبی هست، این قدیمیه، برای شما یه سانتامنتال ولیو داره، ولی اونا میخوان اینو بزنن زمینو چند طبقه درست کنن که پول بسازن، یه جایی یه چیزی که اینجام رایجه، ولی اینجا اتفاقا به اون طرف یه پولی میدن که طرف میره باهاش همون خونه رو یه جای دیگه میخره، اصلا یه پول کلونم در جیب میذاره. ولی ماجرای این که شما میگید شهرداری منطقه 15 هم دخالت کرده، و ماجرای اون که میگید شما حقشون رو ندادید، یعنی مالیات شهر رو اونا میگن ندادید. خب مگه تکس خونه، یعنی برق خونه، تمیزی، بهداشت ساختمون، و این انقدر اینجا مافیاست، یعنی فرانسه. در ابتدا سوال این که پاریس 20 تا شهرداری داره، 20 تا اروندیسمان، یعنی بخش داره، و من در بخش 15 پاریس هستم که یکی از بهترین بخش های پاریسه، و این منطقه هم کمرسیاله، هم خیلی آرامش داره. در نتیجه این منطقه و اینکه ساختمونه من فقط 2 طبقه است، و ساختمانی که اصلا تاریخ نداره، یعنی تاریخ ساخت نداره، فکر میکنم 200 سال 300 سال، البته در پاریس همه خونه ها اینطورن. ولی اینها مسئله اینه که بله، البته قانون وقتی در فرانسه شما میگین اکسپروپریاسیون، یعنی صابخانه قدیمی، این داستان اکسپروپریاسیون در فرانسه بی نهایت غمگینه، چون در اکسپروپریاسیون همیشه این بلاها سر همه میاد، اصلا مهم نیست، همه گریه میکنن واسه کسی که اکسپروپریاس در پاریس. چرا؟ چون در اکسپروپریاسیون درست برعکس آمریکا، شما بازنده اید. من ساختمون و این آپارتمانم رو خودم خریدم متری 7000 یورو. الان قیمت اینجا حدود 10500 یا 11000 یوروه. ولی
الان اینها میخواهند از من به زور با آبروریزی، با شکنجه، با کنتکت به راست و چپ. خب من پوزیسیونم اینجوریه که یه آدم میدیاتیک هستم و برام مهم نوع زندگیم و نوع برخوردم با آدم ها، صداقتم، شخصیتم برام مهمه. من حاضر نیستم، من اگر یک آدم، من هم مثل یک نمیدونم دیزاینر شورت و کورست بودم، شاید برام مهم نبود که تمام پاریس پشت سرم چه ها گفته میشه، اصلا برام مهم نبود. ولی من نمیتونم، و خیلی کسها از این مسئله سوء استفاده میکنن، با دروغ و دغل میرن شخصیت رو، شخصیت طرف رو ترور میکنن. یک عده من دوست خیلی دارم ولی دشمن هم خیلی دارم. چرا؟ چون عقاید دیگران رو قبول ندارم، مشکل عقیدتی با دیگران دارم، ممکنه آقای ایکس آقای ایگرگ رو قبول نداشته باشم. و اینکه این رو بپذیریم که دنیای سیاست ایران مانند دنیای سیاست در همه جای دنیا هنوز وصل به کنسرواتورها هست، کلن مردها در هیچ جای دنیا هنوز نپذیرفتن که یک زن میتونه دارای تئوری، فکر، اندیشه باشه و بتونه نسخه بپیچه، حتی در این فرانسه. اما در دنیای سیاست ایران من زندگی کردم که من واقعا دلم صندوقچه اسراره. اگر بخواهم صحبت بکنم، من 38 ساله دارم این مسیر رو میرم، من از روز انتخابات، اون انتخابات شوم آریا خیر نگفتم و تا به امروز هم نه هستم. در نتیجه من در این راه پیر شدم و با کسانی زندگی کردم که برای خودشون تئوریسین بودن، شخصیتی بودن، و آخرین این افراد آقای فروهر بود. در نتیجه من و تو زندگی اونها بودم، اونها تو زندگی، یعنی بیش از رابطه سیاسی بود، مانند یک رابطه خانوادگی بود. و الان این مسئله خیلی ها رو آزار میده و من رو مزاحم راه خودشون میدونن، بلکه افراد بی نهایت کنسرواتوری هستن. سلیقه‌شون ماکسیموم شیرین عبادیه، مدل شیرین عبادی، نه بیشتر. یعنی یک خانم محجوبی که هنوز دیوارهای اون دیوارهای حجب و حیا و فرهنگ رو نتوانسته راحت، من راحت داد میزنم، ولی فکر نکنم خانم شیرین عبادی راحت بتونه فریاد بزنه. یعنی میخوام بگم کنسرواتور هستن و من در دنیای سیاست ایرانی زیاد دلچسب نیستم، برای اینکه من نوابسته به هیرارشی سنی هستم. من اگه یه آدم مسن یه حرفی بزنه که منطقی توش نباشه، مطمئنن من برخورد میکنم و کسی از این برخورد من خوشش نمیاد. و اینها دوست دارن زنانی که نسبت به مردها لبخند میزنن، خیلی حرفای دلپذیر میزنن و شاید کمتر از سیاست حرف میزنن، کمتر غر میزنن، کمتر ایراد میگیرن. ولی من معتقدم که ایراد گرفتن باعث ترمیم و باعث پیش، ولی ما هنوز نمیتونیم از هم ایراد بگیریم، فوری ایراد رو تبدیل به مشاجره میکنیم، در صورتی که ایراد گرفتن به نظر من باعث ترمیم میشه. ولی ما ایرانی ها هنوز انقدر بسته هستیم، هنوز انقدر شعار میدیم، هنوز انقدر گیر تفسیر غلط کلمات هستیم که هنوز نتوانستیم واقعا به معنای واقعی کلمه حتی دموکراسی رو حس بکنیم. و من نمیدونم تا کی باید ما واقعا گیر سنت باشیم و هنوز زن باشیم و هنوز مرد باشیم و زن رو تعریف بکنیم و مرد رو تعریف بکنیم. به نظر من ما نمیتونیم نه زن رو تعریف بکنیم نه مرد رو تعریف بکنیم، بلکه انقدر واریته وجود داره. ما میتونیم یک زن باشیم ولی یک مبارز و جنگجو هم باشیم. بسیار ممنونم از شما. شما درباره کانسرواتور یا کانسرواتیو گفتید، اجازه بدید به دوستان بگید که معنیش میشه محافظه کار یا افرادی که وقتی میخوان یه صحبتی رو بکنن این رو خیلی با احتیاط میگن که نکنه فردا یک ضرری از این صحبتشون به شما بخوره. ولی شما خیلی بی‌پروا، رو راست و رک بودید و من کاملا شما رو درک میکنم. شما گفتید که طرفدار یا
هم فکر آقای داریوش همایون بودید، من خود رو اینو به خوبی میدونم، ولی شما گفتید چون بعضیا اینو میدونن حالا به شما فشار میارن که طرفداری کنید از شخص دیگه، مایل هستید بگید یا نه میتونید نگید اینو نگید؟ نه ببینید، من امشب تصمیم دارم یه خود درد دل بکنم، ولی هنوز چون در حال ساختن پرونده های قانونی هستم، هر کی میخواد باشه برام مهم نیست و من این پرونده قانونی رو میسازم و علم میکنم و همه باید ببینند که تلفن بازی و ترور شخصیتی و بیخ دیوار گذاشتن جواب نمیده. یکی پیدا میشه که شماها رو رد میکنه و این زوله شما نمیتونین بکنین و من فکر میکنم که همه باید اون ترس و وحشت رو بردارن و خیلی راحت حرف بزنن. آقای داریوش فروهر، آقای داریوش فروهر حزب ملت ایران با آقای داریوش همایون متفاوتن، چون آقای داریوش همایون مشروط خواه بودن ولی آقای فروهر جبهه ملی بودن، یعنی شاخه جبهه ملی بودن کامل. ولی میخوام براتون بگم، برای مثال من با مثلا من با آقای پرزیدنت کویار که رئیس سازمان ملل بود، من باش کار کردم در مورد ادوکیشن سال 2000، اون موقع هنوز سال 2000، یعنی من تونستم یه افرادی رو ببینم که اندیشه هاشون دنیا رو تغییر داد. برای مثال با آقای احسان نراقی من کار کردم، خیلی ها احسان نراقی رو قبول ندارن ولی من به عنوان یک تئوریسین جامعه شناسی، کسی که برای اولین بار در ایران مؤسسه جامعه شناسی رو افتتاح کرد و اولین بورسیه ها شاگرد ها آقای بنی‌صدر، آقای دکتر حبیبی، آقای تکمیل همایون و دیگران، چطور؟ بله نه، شما نشون دادید خانم جیلانی که با همه میتونید صحبت و گفت و شنود داشته باشید، دیدار داشته باشید. عکسای شما در رابطه با دیدارتون با خانم فرح پهلوی بوده، با آقای بنی‌صدر بوده، با دیگران بوده و من اگر اشتباها به جای داریوش فروهر داریوش همایون گفتم عذر میخوام، ولی جا داره که از هر دوی اینها نامی برده بشه و بگیم که روانشون شاد، یادشون گرامی باد. و من امیدوارم که این مشکلی که برای شما پیش اومده با این صحبتی که شما کردید اونها به خودشون بیان. شما خیلی قشنگ گفتید به جای اینکه به هم ضربه بزنیم که امروز وزارت اطلاعات ایران با افتخار اعلام کنه که از هر 3 نفر ایرانی در خارج هر 3شون فکر میکنن که مأمور جمهوری اسلامی هستن، به یه جایی برسیم که بتونیم هدفمون معلوم باشه، دنبال اون هدفمون باشیم، دست از محافظه‌کار بودن، نون رو به نرخ روز خوردن برداریم و آزاد منشانه پشت حرفی که میزنیم و پشت باوری که داریم وایسیم و فعالیت کنیم. امیدوارم شما با خبرهای بهتری با ما تماس بگیرید و امیدوارم شما رو بیشتر داشته باشیم تا از اون رشته‌ای که شما خوندید و جامعه شناسی هست کمک بگیریم، بلکه جامعه بهتر داشته باشیم. خیلی ممنون، متشکرم، سپاس که به حرفا درد دل من گوش کردید. ممنونم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به دوستان ما هم در پاریس سلام برسونید. به امید دیدارتون. به امید دیدار. مرسی. شب و روزتون خوش. خب دوستان عزیز، با خانم دکتر بهیه جیلانی بودیم از پاریس. بله این مشکلات هست و متاسفانه وقتی که یه مشکلی پیش میاد دوستان ایرانی به جای اینکه به یاری همدیگر بشتابند گاهن سعی میکنن میگن خب حالا که این مشکل براش پیش آمده پس بهتر میشه ضربه زد و بریم الان ضربه کاری رو بزنیم، غافل از اینکه بعضی وقتا کسی که بهش ضربه زدین اون موقع ممکنه اون عصبانیت و ضربه به اصطلاح کاری کنه که اون هم برگرده. نمونهش رو بهتون گفتم، امروز من اصلا برای اون دوستی که حاضر بود پول بده که من این رو بخونم و پخش کنم گفتم نه، این چون ماجرای یه جوانی هست و اینها من این کار رو انجام نمیدم، ولی وقتی که پدر اون جوان با اون منتالیتی یا با اون طرز فکر ایرانی حالت تهدید به من گفت که اگه این کار رو بکنی اون جوونی که من نمیشناسمش میره دنبال شکایت، من تا جمعه صبر میکنم و اون خبر رو براتون روز جمعه پخش میکنم و نشون میدم و ببینیم چه خواهد شد. بازم ممنون از خانم دکتر بهیه جیلانی از پاریس.
دوستی از آلمان زنگ زده، امیدوارم شهلا خانم باشه و بتونیم صحبتی رو، نمیدونم شماره 49 ببینم کی هست و چی میگه. شهلا هستم، درود بر شما. شما پیام تلفنی دیروز منو پخش نکردید، فقط خواستم شاید بگم من دیر رستم برمتون نمیستم، دیر دیدم. قربان شما بدرود. ای داد بیداد. اینجا بهش میگن، ما هم تو ایران میگیم پیش قضاوت، پری جاجمنت. اینجاست. ببینید من اتفاقا دو تا پیام شما رو پخش کردم خانم شهلا خانم، و بذارید ببینم این چرا. آها این یکی من شمارش عوض کردم، بیخود نیست، سفید نشون داد. عذر میخوام ازتون. دست تنها هستیم، دوستان هم که به جایی که لطف کنن همه کار چی میگن توقع ولی کمک و حمایتی نیست معمولا. شهلا خانم من دو تا پیام شما رو پخش کردم، درباره دو تاش هم صحبت کردم، دو تا شماره هم که شما زنگ میزنید درسته، و خوشحالم که الان صداتون پخش شد که بدونید این شماره درسته، تماس بگیرید. قشنگ برنامه رو امروز بعد از یه ساعت دیگه که روی یوتیوب آمد یه بار دیگه ببینید، یه کاغذ قلم بردارید، و من اگر میگم مردم با هم خوب باشن، مردم با هم خوب بودن، این نیست که یکی ببخشید دولا بشه اون یکی سوارش بشه و از سو استفاده کنه. چون اگر قرار با هم خوب باشیم باید همه خوب باشه، باید کسی به کسی ظلم نکنه، نه یک کسی هی بیاد درس اخلاق به مردم بده ولی خودش معتاد باشه، نمیدونم جیب بر باشه، پول مردم رو ببره. بعدم یه نفر آقای مانتی فاطمی وقتی میاد دو صفحه مینویسه، من نامه ایشون رو خوندم و فکر نکنید منم بالاخره یه انقدی از قانون میدونم. من اولا این نامه ایشون که آمد براش نوشتم که آقای فاطمی من اجازه دارم نامه شما رو در برنامه بخونم، نوشت بله، اجازه دارم اسامی رو بگم، اجازه دارم اسامی اسم شما رو بگم. ایشون گفت بله اونها همه موجوده، طبق اون من خوندم این گذاشته اینجا. حالا شما کجاش اعتراض دارید؟ شما میگید این آدم آدم خوبیه، آدم با اخلاقیه، برید کمکش کنید. مگه آقای ناصر امینی اونجا نیست؟ برنامه ایشون رو حمایت کنید که روزی 10 بار پخش کنن. من نمیفهمم مشکل شما چیه. شما قرار شد بیاین توی تلویزیون مردم از خوبی های شاه بگید، یه بار آمدید، دو بار آمدید، دیگه غیبتون زد، کم آوردید، خوبی نداشت، یا اگه داشت بدیاش انقدر زیاد بود که بدیا زد اونو داغون کرد. این هم از این ماجرا. خیلی خوشحالم که شما پیغام گذاشتید و من هم اون موقع پخش کردم، هم حالا دوباره این فرصت رو به شما دادیم. دوستمون که اون نوشته انشاء پسر کرد رو فرستاده بودید، میدونم که شما معمولا برنامه من رو بعد از برنامه میبینید و اونجا چون سر کار هستید تو کالیفرنیا فرصت ندارید برنامه زنده رو ببینید. من اون رو خوندم و من حالا دبیر کلاس، معلم کلاس چهارم پنجم نبودم، ولی من بعید میدونم این نوشته یک بچه 4 ساله، یک بچه 10 ساله کلاس چهارمی ایران باشه، و فکر میکنم افراد بیکاری که پشت این کامپیوترها نشستن یا جلو این کامپیوترها نشستن اینو انجام میدن و هیچ دردی رو از من و شما به اصطلاح اینها درمان نکرده و نمیکنه. اصلا وقتتونم براش نذارید، بریم یه چیز دیگه بخونیم بلکه بهتر باشه. مثلا لزوم مبارزه با آلزایمر ملی شماره 37 جهت تشریح بیشتر نقص اسرائیل، که گفتم این خانم نزهت یحیی‌زاده و دوستانشون، مثلا ایشون به دوستانشون میگه عالی جنابان. میگم خب اگه اینا عالی جنابان ماها کی هستیم؟ ماها کی هستیم؟ اگه اینا سرورن ماها کی هستیم؟ نکنید این لقب القاب، نگم القاب ها، این لقب های بی خود، القاب بی خود رو به هم ندید. استاد چاکرم، عالی جناب سرور، کتبان، نمیدونم والا از این مزخرفات که برای هم میگه. خب دوستان، پان ایرانیستا توی مجلس 5 نفر بودن: محمد رضا عاملی، اسماعیل فریور، محسن پزشکپور، دکتر هوشنگ طاله، دکتر فضل‌الله صدر. یکیشان که مشخص نیست چه کسی رأی موافق داده،
میگن از حزب پانیرانیز با وجودی که آقای پزشکپور آمد و داد و بیداد کرد و در رابطه با جدا شدن بحرین از ایران صحبت ها کرد که موجود هست در یوتیوب برید ببینید، میگن با وجود بر این یه نفر از این اعضا یا یه عضوی از این حزب، حزب پانیرانیست، رفته بود رأی مثبت داده بود. آیا کسی میدونه این کی هست؟ من از ایشون پرسیدم مگر رأی ها اون موقع مخفی بوده؟ چون اینجا تو مجلس آمریکا خیلی چیزه، میگه مثلا فلان رأی، بعد همه میگن، همه که نه، یه عده میگن یس، یه عده میگن نو، یکی یکی نوشته میشه که چه کسی به کدوم قانون رأی مثبت داد یا رأی منفی داد. به شوخی براش نوشتم نکنه این آقای پزشکپور با وجودی که این همه داد بیداد کرد آخرم رفت رأی مثبت داد، که به قول خانم دکتر بهیه جیلانی این همون از نتایج محافظه‌کار بودنه. خب میگن که کاکو جون با سلام، دکتر هوشنگ تاله تنها بازمانده از 4 نماینده‌ای که رأی منفی به جدایی بحرین دادن میباشد. اگر اطلاعی از ایشان دارید ممنون خواهم شد. من اصلا ایشون رو نمیشناسم و چون نمیشناسم اطلاعی هم ندارم. دوستان بیننده و شنونده، آیا شما دکتر هوشنگ تاله را میشناسید که جزو پانیرانیستا بودند؟ اگر میشناسید ایشون زنده است، فوت شده، هستند، کجا هستند؟ لطف کنید با ما یه تماسی بگیرید. باز ایشون چون قبلا پرسیده بود که آقا اگه میشه اسامی اعضای مجلس رو یا نمایندگان مجلس رو در آن زمان که رأی دادن به جدایی بحرین منتشر کنیم، گفتم دوست عزیز یه عدهشون یا مردن، یه عدهشون دیگه پیر و از کار افتاده هستن، تازه چه فایده ای داره؟ بعد اگر اینها نماینده مجلس بودن یا نماینده مردم بودن یا نماینده قلابی انتخابی، اگه نماینده قلابی انتخابی بودن که چه فرمان یزدان چه فرمان شاه هرچون میگفته اینا هم سر تعظیم دولا انجام میدادن. پس میخوان چیکارش کنید؟ میخوان امروز محاکمش کنید؟ من و شما در چه مقامی از محاکمه نشستیم که بتونیم اینا رو محاکمه کنیم؟ اسامیشون رو پخش کنیم که مردم برن مثلا مورد آزار و اذیت قرارشون بدن. آقا طرز فکرش این بوده، فکر کرده اون زمان بحرین مستقل باشه، فردا اون مستقل باشه. برای طرز فکر کسی که شما نمیتونید اینا رو محاکمه کنید. به نظر من این یه کار بیخودی هست. حالا شما اگه تونستی اسامی 14 تن از نمایندگان مجلس شورای ملی سال 1348 رو که به جدایی بحرین رأی دادن پیدا کنید، شما چندین قدم از من جلوترید. چون اصلا نمیدونم چجوری میشه این اسامی رو پیدا کرد. آیا یه وبسایتی هست که مجلس شورای ملی که بعد شده شورای اسلامی اینا دفتر و دستک و ایناشون میشه کنترل کرد و دید و اینها؟ نمیدونم. گفت در بیخبری ای دوست 100 مرحله من پیشم، تو بیخبر از نمایندگان، من بیخبر از خیشم. گاهی وقتا بیخبر بودن نعمت بزرگی هست که نصیب بعضی ها نمیشه. به همین جهت بود که توفیق نوشته بود که خوشبخت آن که خرامد الاغ رفت، بیچاره آن که گرفتار عقل شد. بیایم آمریکا. آمریکا این مسئله انتخابات و نزدیک شدن آقای دونالد ترامپ هر روز به رئیس جمهوری خطری رو، زنگ خطری رو به صدا در آورده که بعضیا هر کاری ازشون بیاد انجام میدن تا بلکه مردم رو هشدار کنن. مثلا اینجا این سنگ قبره و نوشته که اینجا جمهوریه، اینجا حزب جمهوری خواهان به اصطلاح آرمیده است. دیدید رو قبرها می نوشتن؟ اینجا نوشته حزب جمهوری خواهان که در سال 1854 شروع شد سال 2016 مرد و اینجا خوابیده است. نوشته مؤسس آن آبراهام لینکلن، دیسگریس یعنی بی احترامی، توهین شدن، اصلا گریس نمیدونم، مقدس نمیخوام بگم، ولی در هر صورت دیسگریس بای بوش، دیسترویید بای ترامپ. دیسترویید یعنی نابود کردن، از بین بردن. میگه که اون جورج بوش شروع کرد بی احترامی و ارزش این رو پایین آوردن و دونالد ترامپ هم این کار رو تموم کرد و دیسترویش کرد، از بین بردش. این هم از این ماجرا. یه دوستی به نام آقای امیر حسین
تیکنی نوشته که دوست گرامی، شما را دعوت میکنم به خواندن هلندی سرگردان در مجله مرور ادبیات ایران و جهان. با مهر و احترام، امیر حسین تیکنی. من برای ایشون هم همون چیزی رو که برای آقای چمنارا گفتم نوشتم که خب خوبه شما مینویسید و خود این واقعا یک هنر، یک نعمتیه که نصیب همه کس نمیشه. مثلا خود من یادم قدیما دانشجو بودم و اینا یه دفتری داشتم، یه دفتر سیاهی هم بود، مینوشتم گاهی وقتی از کجا یاد گرفته بودیم ژورنال بنویسیم یا روزانه یه چیزی بنویسیم، نمیدونم. بعدا دیگه اصلا نمیدونم وقت خواستیم بیای فکر کنم همه اینا رو پاره کردیم و ریختیم دور، ولی حوصله نوشتن ندارم. نگاه میکنم میخونم ولی حوصله نوشتن یا هنرش یا ذوقش رو ندارم. اونایی که این ذوق رو دارن، کسی نگفته شما قلمت رو بشکن و ننویس، بنویس، نگه هم بدار، پخشم بکن به وسیله آدیو و ویدیو، صدا و تصویر، بیشتر این رو پخش کن. ما گفتیم در این کار به شما کمک میکنیم. اینم برای دوستمون نمیدونم هلندی تنها یا ایرانی تنها در هلند. کاکو جون با سلام، در برنامه 24 آگوست سال 2011 آقای عقیلی پور در دقیقه 11 گفتن که از چرچیل پرسیده شد که شما که در هند و ایران کودتا کردید، پس چرا در ایران کاری نمیتوانید انجام دهید؟ چرچیل پاسخ داد در مردم ایرلند خائن پیدا نمی شود. ضمناً قرار بود اسامی این خائنین مجلس که به جدایی بحرین رأی دادن را اعلام فرمایید. با تشکر. من شما گفتم که میرم دنبالش میپرسم و از آقای عقیلی پورم خواستم که اگر میخوان مایل هستن بیان بگن، ولی باز هم باور دارم که اسامی اینها را اعلام کردن نتیجه‌ای نداره. دوستان ایرانی میدونید که در ایران خیلی از جوانها از بیکاری شکایت میکنن، ولی من همیشه گفتم که همون جوانی که توی ایران از بیکاری شکایت میکنه و میگه کار نیست، حاضره بلند شه بیاد آمریکا، اینجا بره ظرف بشوره، بره نمیدونم توی فروشگاهی کاهو و نمیدونم هویج و اینا بچینه توی قفسه ها، ولی حاضر نیست توی ایران مثل اون آقایی که رفته کفاشی به اصطلاح واکس میزنه، یا مثل این جوون بیاد عقب ماشینش افتتاح کافه در صندوق عقب 206. این ماشین فکر کنم پژو 206 رو اینجوری می‌نویسن. یادتونه که پژوها 404 بود، 504 بود تا موقعی که ماها ایران بودیم. الان که ایران خودش این ماشینا رو می‌سازه گویا کوچیک‌تر شده و بهش میگن 206. حوالی خانه هنرمندان دو جوان توانستند یک کافه سیار را در صندوق عقب خودرو خود افتتاح کنند. من از این ور آمریکا به این دوستان دست دوستی میدم، ازشون ممنونم که به جای اینکه بشینن زندگی پدر مادرشون هم خراب کنن، نق بزنن که من لیسانس گرفتم، دکترا گرفتم، دیپلم شدم، کار ندارم، رفتن یک کار آبرومند، دزدی نمیکنن، با اسلحه نمیرن تو بازار طلا فروشا اینو اونو چیز کنن. و من سر تعظیم فرود میارم به همچین کسانی، اینا هستن که مملکت رو میسازن. من خودم اینجا دو تا راننده رو سالها پیش استخدام کردم، یه زن و شوهر بودن، دوتاشون لیسانس بودن، راننده کامیون، دوتاشون لیسانس بودن و با افتخار همچین هم که کار کردن 4 هفته بعد دوتاشون شدن اینستراکتور، یعنی شدن معلم که آموزش میدادن به اونای دیگه. چون فرق میکنه اونی که درس خونده اگر حتی کفش واکس بزنه، واکسی که اون میزنه فرق میکنه با اون بی سواد. اون ارزش به کارش میده، اون میتونه پول بهتر و بیشتری بسازه حتی از واکس زدن. حالا برید دنبال کار، برید دنبال زندگی. خب و اما این دوستمون نوشته آشی که رهبران آمریکایی در 100 سال گذشته پختند. همین ماجرای ونزوئلا همون نبود که رئیس جمهور شوینار آمریکا کودتا کرد، بعد مردم برگردوندن و بعد همون بود که مرد، نه شاوز بود، چی بود اسمش، در اصل اینقدر این کشور آمریکا توشون کودتا کرده که یه لیست بالا بلنده و آدم نمیدونه از کجا شروع کنه و به کجا ختم میشه. باز هم اینجا نوشتن با یک
با یک برنامه نوشتن که آقای عقیلی پور، خیلی خوشحالم دوستان این ویدیوهای آقای عقیلی پور رو برید توی صفحه آرشیو یا بایگانی ما نگاه کنید، یا روی عکس آقای سرهنگ عقیلی پور وقتی که در صفحه اول میبینید کلیک کنید، میبرتون حدود 60 خورده برنامه هست. ببینید جالبه، این دوستمون معتاد شده. داشتم برنامه آقای عقیلی پور را سه باره گوش میکردم، در اواخر برنامه ششم جولای 2001 فرمودند میشد با یک برنامه نظامی ظرف سه روز خاک عراق را در سال 1359 گرفت. با اطمینان و اعتماد کاملی که من از ایشان دارم، کمی شک برانگیز، میگه با وجودی که من به ایشون و گفته‌هاش اطمینان دارم، ولی به نظرم این یک کمی درست نمیاد که ظرف سه روز بشه. آیا ایشان میتوانند دلایلی ارائه دهند؟ من این رو برای آقای عقیلی پور فرستادم، امیدوارم ایشون مثل همیشه لطف کنند وقتی به ما بدن و بیان پاسخ بدن. از این بابت بسیار متشکرم. یه ویدیویی رو دوستمون ببینم کیه، دوستمون وایت هاوس برام فرستاده. بله، حالا مثلا یه نفر از وایت هاوس براش نامه بیاد، فکر کنه او اینم اینجا مثل دربار ایرانه و از امروز دیگه من با پای برهنه نباید بخوابم چون از وایت هاوس برام ایمیل میاد، خب این دیوانگی محض، اصلا سیستم اینجا فرق میکنه. وایت هاوس پرزیدنت اوباما and Michael Moore a conversation about addiction. با یک آدمی نشسته اینجا در رابطه با اعتیاد. دوستان اعتیاد الان توی آمریکا خیلی 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 بد شده و برید ببینید آمارش و اینها. بعد میگه این اعتیاد به هروئین و کوکائین و اینها اون موقع برای افراد ثروتمند بوده، الان اومده طبقه متوسط رو هم به اصطلاح در بر گرفته و دارن سعی میکنن که با این کارشون این رو از بین ببرن. امیدواری موفق باشه، ولی با اون اشتباهی که کردن، War on Drug، کار غلطی بود و الان زندانها رو پر کردن با یه سری افرادی که اینها دیلر یا فروشنده مواد مخدر و اینها نبودن، اینها استفاده کننده بودن و اینها رو به جای اینکه به عنوان کسی که مریض هست مورد درمان قرار بدن، به عنوان کسی که خاطی هست گذاشتن تو زندان و کسی هم که دیگه زندگیش نابود میشه وقتی میاد بیرون دیگه نمیتونه کار پیدا کنه، یعنی خود به خود اینها رو تبدیل کردن به یک سری آدمای بزهکار. خب ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم اینجا. هلندی سرگردان رو خوندم، بله ایشون هم اگه بخواد میتونه از تلویزیون مردم استفاده کنه، نوشته هاش رو به صورت همونجور که آقای یزدان خدابندلو نوشته هاشون رو میان برای دیگران میگند به اصطلاح بگن برای شما. میدونید که یک مجله هست، نشریه هست به نام پیوند، و اجازه بدید تشکر کنم از خانم شایسته الهامی که لطف کردن من رو هم در لیست دوستان خودشون قرار دادن و وقتی این نوشته ها رو میفرستن برای این نشریه ها، برای ما هم یک کپیش رو میفرستن تا ما بتونیم در برنامه استفاده کنیم. و این هم تا اینجا رو من بهتون نشون میدم که صفحه کاملا پر بشه، یک قسمت، یک پاراگراف. ما نفهمیدیم پاراگراف رو به ایرانی چی میگن، چون اینجا داریم پاراگراف و آرتیکل، کل مقاله رو میگن یه آرتیکل یا آرتیکل، پاراگراف یعنی اون بخشش رو. تو ایرانی من یادم نیست به این چی میگفتم، جمله، خب میدونم جمله یه جمله است، مجموعه چند جمله که میشه یه پاراگراف به اون چی میگن. خب به عبارت دیگر 26 اردیبهشت 1395 یعنی دیروز، بعد نوشتن که پیوند هم مال کانادا است. اینجا ببینید نوشته پیوند، اینجا ببینید پیوند کانادا سی ای. آشی که رهبران آمریکایی در 100 سال گذشته پختند. شایسته الهامی، مونتریال، 8 می. در زبان ما آذربایجانی ها ضرب المثلی است، میگویند هر چی تو آشت بریزی همان تو قاشقت میاد. روز دوم ماه می ترامپ توانست تقریبا تمام آرا در ایندیانا را به دست بیاورد. تد کروز بلافاصله از ادامه مبارزات کنارگیری کرد و فردای آن روز هم کیسیک غزل خداحافظی را خواند.
گویا میخواست تا زمان ادامه مبارزه از تد کروز به بازی ادامه دهد. دوستان، یکی از حسنایی که من بدون اینکه متوجه باشم یه دوستی به من گفت اینه، وقتی من یه مقاله‌ای رو نشون میدم مثل این، با وجودی که من مثلا میخوام تا اینجا بخونم، ولی شما بعداً میتونید این ویدیو رو نگه دارید و همه این مقاله رو بخونید. کجا رفت؟ کجا بودی؟ کجا بودی؟ بله ببینید که بازش کنیم. آها خیلی بزرگ شد. در هر صورت این هم از این ماجرا درسته یا؟ آها بذارید من دوباره بیارم. خیلی اکسایدد شدم، خواستم بگم که حسن این کار چیه؟ به اصطلاح قطع شد. بذارید یکم درستش کنم بیام خدمتتون. خب اینو کوچیک‌ترش کنیم اینجوری. حالا صفحه شما رو تنظیم کنیم روی صفحه خودمون. اینا رو من باید عکس بگیرم. اگه عکس بگیرم اون سایز صفحه کامپیوترمون که این هست، این رو نگه دارم دیگه با اشکالی روبرو نمیشم. اما آن از دست تنبلی. با آقای خدابندلو گفتم شما رفتید اون شرکت اینترنتی ببینید مشکل ویدیوتون چیه، چون من هم دوست دارم که بدونم که اگه برای یکی دیگه پیش آمد به اونم بگم که آقا اینجوریه. حتی آقای خدابندلو هم این مشکل رو داشت، رفت اونجا بهش گفتودن مثلا کامپیوتر، مثلا مثال میزنم، ویدیو رو در بیار دوباره یو اس بی رو بزن داخل، درست شده بود. یا بهش گفتودن یه دستگاه بگی کانورت میکنه، این مثلا کیفیت رو همون کیفیت اصلی 100% نگه میداره. ایشون نوشت سوربیجان از تنبلی هنوز نرفتم، چهارشنبه میرم. ضمناً در رابطه با چهارشنبه منتظر دو نفر هستیم. آقای منوچهر خان آمادگیش اعلام کرده. آقای سعیدی ببینیم از مسافرت برگشته یا نه، حاضر هست توی برنامهاش مهمان داشته باشه یا نه، و منتظر هستیم آقای یزدان خدابندلو به ما بگه که میخواد ساعت 1 تا 2 برنامه داشته باشه، یا میخواد ساعت 4 تا 5 برنامه داشته باشه، یا میخواد مثل قبلا تو برنامه ما باشه. برگردیم به روز دوم ماه می که ترامپ این ایندیانا رو برنده شد و آقای تد کروز رفت بیرون و کیسیک هم فردا خداحافظی رو غزلش رو خون، گویا میخواست تا زمان ادامه مبارزه از تد کروز به بازی ادامه دهد تا از انتخاب او جلوگیری کند. آگاهان سیاسی اعتقاد دارند که نارضایتی آمریکایی‌ها از رهبرانشان، بحران اقتصادی علت محبوبیت ترامپ و در نهایت انتخاب شدنش به عنوان نامزد جمهوری خواهان شده است. اگر وضع اقتصادی خوب بود او به هیچ وجه شانس نداشت. در این میان عوامل دیگری هم در به وجود آمدن این وضعیت نقش دارد که تا حال با این وضوح جلوه نکرده بود. وجود فقط 2 حزب معمولا در آمریکا، حزب دیگری نمیتواند غیر از این 2 حزب روی کار بیاید. در واقع این 2 حزب هم اختلاف چندانی با هم ندارند و در نهایت پول تعیین کننده است. پیچیده بودن مراحل رأی‌گیری، کسی که میخواد رأی بدهد باید 25 روز قبل ثبت نام کند. برای مثال 27% نیویورکی ها نتوانستن رأی بدهند، از جمله بچه های خود دونالد ترامپ، و اینجا واقعا این رأی‌گیری و اینها اشکال داره و احتیاج داره که یه نگاهی دوباره بهش بشه. متاسفانه به دلیل همون محافظه‌کارانی که آقای خانم جیلانی هم گفت، اینها میترسن به این چیزها نزدیک بشن و اینها رو مثل یک چیز مقدسی نگه داشتن که این باعث میشه که هنوز روز سه‌شنبه رأی گیری میکنن، روزی که اون موقع گفتن یه شنبه ها که مردم باید برن کلیسا، دوشنبه ها هم که خسته هستن و با اسب و قاطر بخوان برسن شهر نمیرسن، پس میذاریم سه‌شنبه ها. در صورت که آقا خانم الان دیگه با اینترنت بذار رای گیری، چطور طرف میتونه تمام پرواز هواپیما، هتل فلان اینها رو با از 3 تا 5 تا 4 تاش کشور مختلف با واحدهای پولی مختلف از کامپیوتر بخره، ولی یه رای رو نمیتونه بده؟ چطور میتونه آخر سال تمام گزارش های چند مالیات داده، چند پول درآورده، چند خرج کرده، اینها رو با IRS همون اداره مالیات بر درآمد در تماس بذاره، ولی نمیتونه رأی بده که من اینو میخوام یا اینو میخوام، این احمق رو میخوام یا این احمق‌تر. اینجا انتخابات بین دام و دامر هست. در هر صورت
سرج آف ایمیگرنت. میدونید که بعد از اینکه آقای دونالد ترامپ گفته که من به اصطلاح اینایی که غیر قانونی هستن از اینجا میکنم بیرون، یه عده کنشگر، فعال سیاسی، فعال اجتماعی، هر چی بگید، توی جامعه اونایی که اسپانیش هستن فعالیت میکنن، میگن اونایی که اقلا وضع اقامتتون خوبه شماها بیاین به اصطلاح سیتیزن بشید تا بتونید رأی بدید. و به خیلی هاشون همچین که اقامتشون گرفته بودن دیگه دنبال کار و زندگی، اینا هم بنده خدا کارگرای هستن که اگر امروز پول کار نکنن و در نیارن، شب ندارن که بخورن، دیگه به فکر انتخابات و سیتیزن شدن، شهروند شدن نبودن. ولی الان صف اینها زیاد شده، طولانی شده، برای که فعالا بهشون میگن که ببین درست اینجا موندی، ولی اگر نماینده نداشته باشی، اگر حق رأی نداشته باشی، معلوم نیست چه روزی اینها چه قانونی رو بگذرونن بر علیه شما. حالا بیا جلو، مهم نیست تو آمریکا شما اگه سیتیزن هم شده باشی. ماجرای ژاپنی‌ها یادتون تو جنگ جهانی دوم شما بودید دیگه؟ نبودید؟ منم نبودم. برید بخونید ببینید چه بلایی به سرشون آوردن. از اون گذشته برید برنامه 60 مینیت دیروز ببینید که طرف استاد، پروفسور دانشگاه، چون چینی هست، ببینید چه تهمتهایی بهش زدن. یه خانم دیگه مال جایی که برای این میدونید که سد و آب، به اصطلاح این چیزای آب نگهداری اینها رو دست ارتش آمریکاست، این بنده خدا اونجا کار میکنه، چندین جایزه گرفته، به دلیل اینکه چینی هست یه دفعه چجوری بهش اتهام زدن، زندگیش رو واژگون کردن. یعنی هی شما نگید من سیتیزن آمریکا هستم، یه دفعه به یک اینجوری فرتش گماخت به قول آلمانی ها. خب این استاد و اینها رو براتون توضیح دادم، ولی چون اینجا نگه داشته بودم، از آقای علی شیرازی عزیز ممنون و متشکرم. و میبینید نوشته استاد معرب آن نیز استاد و استاد اوستاد استا اوستا مخفف استاد ماهر با مهارت صاحب مهارت حاذق دهار ربنجه ربنجه رنج بنیام چیز در اصل مهم نیست. مهم اینه که شما میخوای بگی استاد، بگو استاد. اجازه بده به من بگم که آقای شجریان. این هم از این. و ببینم که دیگه کجا هستیم، بسمونه ساعت 3:52 دقیقه است. یا بذارید من اینا رو تا اونجایی که میتونم، تا اینجایی که دارم براتون بگم. بله. و اما کودتا یوکی فایتر، اینو براتون نشون دادم، ورقی از تاریخ، معنی نیم آها صعود به اورست 13 روز به طول میانجامه، با وجود تمام این پیشرفتایی که کردن و کمپ میذارن و راهنما میبره و محلی ها کمک میکنن و وسایلشون میکشن، 13 روز طول میکشه تا شما به اون قلعه قلعه میشه کلمه های قلعه یک چیز جنگی ناست، به اون قلعه صعود کنید. ولی میگه اما صعود از آن فقط 8 ثانیه. پس ساختن روابط مدت ها به طول می انجامد، اما از بین بردن آن فقط در چند ثانیه. مواظب رابطه هاتون باشید با دوستانتون و مثل سوربی نباشید، حرف حقیقت نزنید، یک کمی دست به عصا را برید. چی بگم والا؟ رفتن شاه و آمدن مشکلات بر ایران. این رو باز همین دوستمون آقای علی شیرازی فرستاده. من بهش گفتم دوست عزیز من این ویدیو رو نگاه نمی کنم، چون ویدیویی که اصلا متنش غلط باشه این نشون داده که دقت کامل نشده. و یعنی چی رفتن شاه و آمدن مشکلات بر ایران؟ یعنی قبل از شاه مشکلات نبوده؟ مردم دیوونه بودن؟ احمق بودن؟ نگاه نکردم این ویدیو رو، هرچی میخواد باشه، باد آباد. خب ببینیم دیگه چی داریم براتون. بله دیگه رسیدم به اون ایمیل هایی که از قبل بوده، منتظر اون دوست هستیم که از آلمان تماس گرفته بود و گفته بود که میشه انتقاد کرد از ماجرای هولوکاست، ولی نمیشه نفیش کرد. مایلم شما رو به عنوان مهمان برنامه داشته باشم، 5-10-15 دقیقه با شما صحبت کنم تا چیزی از شما
یاد بگیرم. دوستان عزیز، از اینکه با تلویزیون مردم بودید بسیار ممنون و متشکرم. لطف کنید برنامه سربی با مردم رو حمایت کنید. و اتفاقا اون دوستمون که نوشته بود چرا آقای حشمت رئیسی رو نمیاری، گفتم برای اینکه بیننده ها حمایت نمیکنن، ایشون هم یا پول نداره یا نمیخواد پول بده، من اینجا نمیتونم. گفت خب همینم یه دلیلی که شما وابسته به جای نیستی، اگه بودی مثل تلویزیونای دیگه به مردم برنامه مجانی میدادی. گفتم خب ممنونم از شما، تا حالا به چیزی فکر نکردم. دوستان عزیز، برنامه‌هایی رو گوش کنید ببینید که دوست دارید، حمایتشون کنید. اگر رسیدید به یه جایی که میگید من حاضرم جانم رو بدم که تویی که مخالفی صحبت کنی، اون وقت برنامه‌ای رو که باهاشون مخالفید حمایت کنید. نه اینکه آقا اگه شما اجازه بدی به من سنگ بدی، من بیام یه سنگی بزنم تو شیشه تلویزیون رنگارنگ. خب آقا شما که در میری، شما رو که نمیشناسن، اون وقت منو میگیرن که من وایسادم اونجا، من فکر کردم شما گفتی این سنگو بده، میخوام بذارم جلو ماشینم که ماشینم نیفته تو دره، زدی شکستی رفتی، من همیشه وایسادم اونجا، حالا منو داور بیافتیم اینجا به جون هم دیگه. آخه این انصافه بابا؟ برید ببینید این چه کار کرده، 30 سال اینجا داره یه تلویزیون برای خودش راه میندازه، به شما گفته پول بده، بهش دادید، گولتون زده، بیا جلو بگو آقا من پول دادم، گولم زده اینه، بهم گفته قالی کرمان بهت میدم، قالی پاکستان ده. ولی اینکه شما بگید من این پدیده رو میخوام توضیح بدم، چه توضیحی؟ آقا یه تلویزیون اینجا داره بر خودش فوش میده، به خدا، به پیر، به پیغمبر، گوش نکن. یه تلویزیونی داره به خدا و پیر و پیغمبر ستایش میکنه، برو گوش کن. چی بگم؟ کارمون خیلی خراب. به امید دیدار چهارشنبه با شما آقای یزدان خداوندلو، به احتمال زیاد با آقای منوچهر از ماساچوست، با آقای سعیدی از کالیفرنیا و آقای پرویز مینویی از تگزاس خواهیم بود. رادیو کیان ایران روزانه 3 ساعت برنامه از تلویزیون مردم پخش میکنه، از آقای سرهنگ فرهومند و دوستان و همکاران ایشون در سوئد بسیار ممنون و متشکرم و امیدوارم شما هم از این سرویس به همین نحو استفاده کنید. سربی زیاد حرف منفی میزنه، شما اگر ریاضی بلد باشید، اگه من منفی 5 باشم، شما با مثبت 10 بیای جلو میشه مثبت 5، ولی شما نمیتونی به من بگی آقا شما بیا برای من اینو بگو، تازه مجانی هم بگو، اگه میشه یه پولی هم به من بده. مرسی.